بیش از اینکه در اخبار میخونیم ای وای چی شد. ولی اگر روزی قرار بشه که این تأسیسات جون بگیره در جایی، فارغ از اینکه چه شایعاتی میکنن مثلا و خوشحالی میکنن وای بمب هم ساخته شد مثل اون آقایی که گفتی تو اتاق، حتما واکنش نشون میدن، یعنی نمیذاره به مرحله ای برسه که برن تو تعامل. مکس میگم اگه موافق باشی، حالا من آقای نوروزی رو میبینم، آقای دکتر خوش آمد میگم، آقای ندیمی تو اون اتاق بودن، عرض سلام دارم خدمت ایشون. من میگم اونجا واقعا رفته بودم من سوال بپرسم، من بشنوم که اون بنده خدا اومد. من اسم شیخ قمی رو میارم، برخلاف تصور دوستان من شیخ قمی رو دوست دارم، یعنی ازش بدم نمیاد، ولی دیگه حرفاش همونجوریه دیگه، شعاری و سبک خودش. نمیدونم آقای ندیمی صحبت های آقای فرهمند رو شنیدید شما؟ من ندیدم از کی تشریف آوردید، من دیدم دیگه اونجا نمیشه صحبت کرد. درود بر شما. خیلی مختصر شنیدم. خب نظرات شما رو بشنویم. فکر میکنم یه دیالوگی شما با آقای فرهمند داشته باشید خیلی کمک میکنه. از جمله همین نکته پایانی، اینکه این خبری که در اون اتاق گفتن تا چه حد صحت داره آقای ندیمی؟ اصلا چی هست خبر؟ چون من اصلا نشنیدم دیگه، من اومدم فقط دیدم دربارش داره صحبت میشه. و اینکه جمهوری اسلامی به اونجا برسه تحولات بعدی چه خواهد بود؟ حالا آقای فرهمند شرح دادن، شما هم فکر کنم شنیدید این بخشش. حالا نظر شما رو بشنویم. بعد توییت من بود، من اخیرا چند تا تحلیل تو کانالم داشتم و یه توییتی زدم بمب اتم یا حالا یا هیچ وقت. سوالی که اونجا تو اون اتاق از من شد این بود که دلیل اینکه شما اشاره میکنی به بمب اتم چیه؟ چرا الان زمان مناسبیه و تبعاتش میتونه چی باشه و فوایدش؟ بحث از اونجا شکل گرفت. حالا من خیلی مختصر میتونم تیتوار بگم چون روی این موضوع دارم کار میکنم. من یکی از کسانی هستم که تو این مقطع زمانی به شدت معتقدم ما نیاز به بمب اتم داریم. دلایل خیلی زیادی دارم. بحث اولم این هستش که ایران با توجه به سازوکاری که الان داره تو یک جنگ متعارف شکست نمیخوره. از خلیج فارس تا یمن 3000 کیلومتر، یک جغرافیای گسترده است و درگیری به شکل متعارف برای یک هژمون با ایران هزینه زیادی داره. به طور مثال اگه آمریکا با شبکه محور مقاومت وارد درگیری بشه، بحث بر سر نیست که کی میبره کی میبازه. بحث بر سر این هستش که یک توان بسیار گسترده‌ای از آمریکا میگیره که به بازی رو به چین و روسیه میبازه. با علم به این موضوع وقتی میدان رو نگاه میکنم میبینم اسرائیل در شرط بقا قرار گرفته. شما اسرائیل رو تو شرط بقا وقتی قرار میدی، اولین اتفاقی که میفته هزینه و محاسبه یک رفتار رو کنار میذاره و به بقا فکر میکنه. بعد وقتی بازی رو یک کمی بالاتر میبریم، من داده‌هایی که دیروز توی تحلیلم استفاده کردم و چک میکردم خیلی جالب بود. شما الان تصور کنید اروپا در شرط سختی است در لحاظ اقتصادی تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین. 96% تمام تجارت و حجم کشتیرانی کانتینری از باب المندب قطع شده، یعنی همه از دماغ امید نیک دور میزنن کل آفریقا رو. این باعث شده که تا 40% افزایش هزینه ایجاد بشه به جز بیمه ها، و این در دراز مدت میتونه اقتصاد اروپا رو کاملا با سیاست های پولی انقباضی هم که الان اعمال کرده دوباره دچار تورم کنه و سطح تاب‌آوری از اینا بگیره. نکتم چیه؟ نکتم این هستش که بازی که در باب المندب هم داره اتفاق میفته، اروپا و آمریکا رو داره در شرایط بقا قرار میده. فراموش نکنید یکی از اساس هژمونی که غرب تسلط بر آبراه‌ها و دریاست و تجارت دریا. خب شما تو شرط بقا دارید قرار میدید. تو شرط بقا زمان اولی مؤلف است، یعنی شما توانمندی یک کنش زمانمند رو ندارید. یک کنشی که زمان زیادی رو به طلب مثل یک جنگ متعارف. نکته بعدی که من دارم بهش فکر میکنم این هستش که تو شکل بازی قبل که شوروی رو مهار کردن، اینا از یه روش خیلی مثمر ثمر استفاده کردن.
اومدن تو اروپا ناتو رو ایجاد کردن، تو منطقه ما سنتو رو ایجاد کردن، ایران، عراق، ترکیه، عزم خواهم افغانستان، اینا پیوستن به سنتو. نقششون چی بود؟ مثلا شاه باید گسترش کمونیست رو مهار میکرد، تو عمان این کار رو کرد، ما حتی تو مراکش هم تسلیحات فرستادیم. در کنار سلطان قابوس که رفتیم ما برای مهار کمونیست بود. خب از جنوب رو شوروی رو مهار کرد از طریق سنتو، از شمال و شمال غرب و شرق هم از طریق ناتو این کار کرد، از شرق هم با معاملهی که با ماو انجام داد و توافقی که با ماو انجام داد، دور تا دور شوروی رو محاصره کرد، شوروی دوشا فروپاش شد. نکته‌ای که وجود داره امروز اینه، ما اساس بازی آمریکا رو بذاریم برای مهار چین، یعنی ابتدای بازی برای مهار چینه. آمریکایی‌ها اگر با روسیه ببندن و جریان راستشون که برنامه‌شون رو اینطوری عنوان می‌کنن، ما روسیه رو ببندیم، فشار حداکثری رو ایران بذاریم، چین رو مهار کنیم، چون چین رو تو مالاکا میتونن مهار کنن، تنها ورودی انرژی چین هست. سعی کرد از طریق کامبوج و همینطور میانمار لوله های ورودی نفت و گاز ایجاد کنه که مالاکا رو دور بزنه، اما آماده نیست. به هر حال تو آندامان هم، دریای آندامان هم، هند اونجا مهارش میکنه. چین برای اینکه مهار نشه به جغرافیای ایران نیاز داره. کویدور واخانی هم که چند روز پیش قراردادش با افغانستان و افغانستان با ایران بست، برای همینه. آمریکا برای مهار چین باید با روسیه همراهی کنه و ایران رو به شدت مورد فشار قرار بده. ما اینجا هم به سلاح غیر متعارف نیاز داریم. نکته بعدی هند هست. الان هندی ها تغییر کامل دارن تو رویکرد سیاست خارجشون، یعنی حزب آقای مودی با تغییر قوانینی که چند روز پیش توی هندوستان اعمال کرد و عملاً حق شهروندی اسلامی رو، مسلمان ها رو کاملا سختگیرانش کرد و از طرفی داره یک ناسیونالیسم هندوی به شدت قوی رو راه میندازه و حتی خود مختاری کشمیر رو 4 روز پیش کاملا لغو کرد از طریق قانون و صحبت های اخیرش با مصاحبه سی ان ان که اشاره کرد ما دیگه یک شریک راهبردی برای آمریکا یا دشمن چین نیستیم، ما هندیم و یک قطب جدیدیم. هندی ها هم دارن برای فضای حسا این جنگ ها آماده میشن، به عنوان یک هژمون رفتار کنن و خب ناسیونالیسم هم دارن خیلی بالا میبرن. فردای پایان این درگیری ها چین و هند رقابتشون شروع میشه و ما در همسایگی چین و هند اتمی هستیم و دقیقا پروژه کربن یک را و پروژه نیسته که هند روی جغرافی ایرانه. یعنی اگر هند بیاد عرب مت رو در واقع لحاظ کنه، باید از دروازه ایران عبور کنه، چین هم باید از دروازه ایران عبور کنه و ما اگه اتمی نباشیم دوباره بین دعوای هژمونیک شوروی و آمریکا که آسیب دیدیم، دعوای هژمونیک چین و هند رو داریم که دوباره آسیب خواهیم دید. اینجا ما نیاز به سلاح غیر متعارف داریم. یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که منطقه ما حداقل تا 2045 منطقه تنش. ببخشید جناب ندیمی، عذرخواهی میکنم، دوست داریم مطلب به مطلب با آقای فرهمند که دو طرف رو بشنوید. من فقط دو سه تا مورد دیگه خیلی کوتاه، بله خیلی کوتاه آقای مکس تیتوار، من اینا رو بگم چون دلایلم دلایل داخلی هم هست، میخوام خیلی کامل بگم، یه پکیجی بذارم بعد ما وارد بحثش بشیم. ببینید یه موضوع دیگه ای که من الان دارم تو تحقیقاتم در میارم خاورمیانه است. خاورمیانه رو کمربند خشکیه، 5% جمعیت جهان رو داره، 1% آب، از این 1% 50%ش حوزه آبریز داره، بقیه‌اش تلف میشه. بالاترین نرخ رشد جمعیت رو الان تو دنیا این منطقه ما داره. تا 2045 تقاضای آب 65% افزایش پیدا میکنه، 10% میزان آب کم میشه. حالا نگاه کنید سال 1995 کویت، اردن، بحرین جزو کشورهایی بودن که تو منطقه کم آبی بودن. 1999 این به چند تا کشور اضافه شد، یعنی امارات، یمن، الجزایر، قطر، عربستان، سومالی، تونس هم اضافه شدن، این شد 10 کشور. 2025 اینا هم اضافه میشن، مراکش، عمان، ایران، سوریه، مصر، اتیوپی، لیبی. حالا حوزه‌های تنش رو نگاه کنید، ما چندین رودخانه داریم که مشترک، مثلا رود اردن بین فلسطین، اسرائیل، اردن تنش، رود نیل 3 تا کشور مصر، سودان، اتیوپی و 11 کشور غیر مستقیم درگیر میکنه، دجله و فرات و دنباله اون اروندرود، عراق، سوریه، ترکیه و ایران عراق رو درگیر میکنه، آمو دریای تاجیکستان که اومد الان صد راقوب و سنگ توده دور زده، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاق، ازبک، ترکمن رو درگیر میکنه،
هیرمند بین ایران و افغانستان. یعنی ما با گذر زمان منطقه تنشون، منطقه تنش باقی خواهد ماند. حالا تو این محدوده جغرافیایی اسرائیل، هند، پاکستان، روسیه، چین اتمیه، ترکیه هم بهش اضافه کنید با توجه به پایگاه انجلیک ترکیه، و ما جنگ آب رو هم داریم و ما اتمی نیستیم. خیلی دلایل دارم. یکی از دلایلش این هستش که ما از اواخر دوره قاجار عملا دیگه هر سیستمی اومده برای بقا و مشروعیت اومده، چه در زمان محمدرضا شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، چه در زمان رضا شاه، چه در قبل اون. قبل که اصلا فاجعه بود، ما هر سر روز یک دولت داشتیم. هنوز هم دولت ها گفتمانشون تمام جامعه رو رهبری نمیکنه. یعنی با هر گفتمانی ما شاهد این هستیم که بخشی از جامعه همراه نیست، چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، و برای هر تصمیمی نیاز داریم که مشروعیت طلبی کنیم تا اون تصمیم از توی جامعه قبول بشه. پس تو هیچ جنگی جامعه ایران جمهوری اسلامی رو به صورت کامل همراهی نخواهد کرد توی مقطع زمانی. ما برای بازدارندگی از روبروی نظامی با هر کشوری نیاز به بمب اتم داریم. تا زمانی که اولیگارشای ما مثل روس‌ها، ببین زمانی که پوتین حمله کرد به در دستور حمله به اوکراین رو داد، مهمترین نکتهش این بود که اولیگارشای روس همراهی کردن. یعنی با تقاضای روبل، خواستار پوتین خواستار چی بود؟ دلارتون رو به روبل تبدیل کنید، تقاضا بر روبل بالا بره تا روبل سقوط نکنه. اولیگارشا همراهی کردن. من با آقای وزفشانس مثال زدم، آقای آبراموویچ یکی از کسایی بود که دارایی‌هاش رفت ولی همراهی کرد. اولیگارشای ما در صورت هر گونه روبروی نظامی، اولین اتفاقی که میفته اینه که سرمایه رو خارج خواهند کرد، تقاضا برای دلار وحشتناک میره بالا، ما با فروپاشی اقتصادی روبرو میشیم. برای اینکه در فروپاشی اقتصادی در کوتاه زمان روبرو نشیم با تهاجم بیرونی، به بمب اتم نیاز داریم. خیلی مثالای دیگه دارم براتون بزنم، خیلی، اینا همه بحثای کلانی هست. این خواستم مختصر توضیحاتی به شما بدم که اون اتاق فضاش چی بود. آقای وزیرشناس فرموده بودن تا حدودی، مسائل زیاده ولی خب تا حدودی خواستم اون فضا رو براتون باز کنم. آقا تشکر از شما جناب ندیمی. خب آقای فرهمند، نکاتی رو مهدی جان شما اگه میخواید کوتاه بگو، چون میخواستیم آقای فرهمند یه مقدار دیالوگ کنه با آقای فرهمند. آقای ندیمی رو بدن بعد من بفرمایید. آقای فرهمند دارم یه سوالم از آقای ندیمی، ضمن سلام به همه دوستان. خب مهدی جان میخوای شما سوالتو مطرح کنی یا اجازه بدیم یه چند لحظه دیالوگ با آقای فرهمند رو بشنویم؟ نه نه نه، عرض کردم مکتب عزیز، گفتم پاسخ آقای ندیمی رو بدن بعد من یه سوال. اوکی عزیزم، ببخشید من متوجه نشدم، من فکرم شما میگید به خودتون باز. خب جناب فرهمند یه نکاتی رو از آقای ندیمی رو بفرمایید که بعد آقای ثروتی رو هم نکتهشون رو بشنویم. بفرمایید جناب فرهمند. نظریه آقای ندیمی کاملا وارده، یعنی مبنا داره، مبناش رو هم که خودشون توضیح دادن، ولی وقتی که به مسئله عملی شدنشه، یعنی در یک زم دوره حتما جمهوری اسلامی به همین دیدگاه آقای ندیمی رسیده و بمب اتمی برای خودش لازم دیده و به سمتش هم پیش رفته، واضحه که به سمت دستیابی به بمب اتمی پیش رفته، ولی بعد اون زمان پیش خودشون نشستن حساب میکردن که آیا ما میتونیم به بمب اتمی برسیم یا نمیتونیم. جون رسیدن به بمب اتمی خواه بخواه ایران رو به سمت وضعیت کره شمالی شدن سوق میده، ولی ایران نمیتونه کره شمالی بشه، یعنی توان کره شمالی شدن رو نداره. وضعیت کره شمالی کاملا متفاوته، نه جغرافیای ایران به شمول جغرافیای سیاسی و انسانیش این اجازه رو نمیده، نمیشه ایران رو کره شمالی کرد. کره شمالی کشوری با جمعیت همگن، جغرافیاش کوچیکتر، در این وضعیتیه که میتونه یک کشور بسته‌ای باشه، ایران نمیتونه. اساسا فرهنگش اونجا این اجازه رو میده، ایران این اجازه رو نمیده. یعنی هیچ کدام از عواملی که، فاکتورهایی که در کره شمالی هست و تونسته این کشور رو سر پا نگه داره به این شکل، در ایران وجود نداره. بنابراین اتمی شدن هم بی تردید ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که ترد میشه در جامعه جهانی، منزوی میشه و بعد به تنهایی رو پای خودش بیسته و ببنده خودش رو، نمیتونه. یعنی اون وقتی که نشستن تصمیم گرفتن که ما بریم بمب اتم بسازیم،
این قابل پیش بینی بوده که بهشون اجازه نخواهند داد و مسیرش هم مسیر خیلی دشوارتریه. یعنی به این دلیل که اینا باید میدونستن که در ایران نمیتونن نه از لحاظ اطلاعاتی مهار بکنن، همونطور که لو رفت دیگه، در یک مراحل اولیه برنامه اتمی لو رفت. وقتی برنامه اتمیتون لو میره، وقتی نمیتونید متخصصای هسته‌ایتون رو امنیتشون رو حفظ بکنید، جانشون رو نمیتونید حفظ بکنید، تأسیساتتون رو نمیتونید حفظ بکنید، از نمیدونم جنگ سایبری ممکنه حتی علیهتون بشه، یعنی شیون فقط هم لازم است که بمباران بکنن، که یعنی انواع اقسام این خطرات کاملا قابل پیش بینی بود. یا یه کشور یعنی مثل کره شمالی، کشور دارای قدرت نظامی منهای قدرت اقتصادی و منزوی، آیا اینو میخواین؟ که اینکه نمیشه، امکان پذیر نیست. میخواین یه کشوری باشین قدرتمند که هم قدرت اتمی داشته باشین و هم قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی داشته باشین، اینو هم مانع الجمعه. یعنی چون زیر ساخت اول بعد شما قدرت اقتصادی و سیاسی بشی، بعد بری بمب اتمی رو بسازی، در حالی که الان بمب اتمی ساختنه به بهای این شده که اون قدرت سیاسی و اقتصادی رو از دست بدی کاملا، کما اینکه این اتفاق افتاده. خب راه دیگه نمیشد در پیش گرفت، یعنی این قابل پیش بینی بود دیگه. حتی انرژی اتمی برای مصرف صنعتی رو هم نداشتن ایران بهش دسترسی پیدا کنه. نیروگاه بوشهر قرار بود سال 2005 به بهره برداری برسه، رسید. وقتی که نیروگاه اتمی رو نداشتن به بهره برداری برسه دیگه، بقیش که یعنی خود متحد ایران روسیه که داشت اونجا میسا، خود روسیه نداشت که این به بهره برداری برسه، نه اینکه بگیم آمریکا یا جلوشو گرفتن و فلان، خود روس‌ها نخواستن که این به بهره برداری برسه. در نتیجه شما میدونید که این راه هزینه‌ش آیا میتونید بدی با این هزینه سنگین؟ خب این نظریه که آقای نامور حقیقی هم مطرح کرده که شما این هزینه رو برمی‌داشتی می‌رفتی صرف کارهای دیگه می‌کردی، هم قدرت اقتصادی به دست آورده بودی، قدرت سیاسی هم به تبعش بیشتر شده بود، میتونستی با همین قدرت نفوذ منطقه‌ای تو بیشتر کنی، همین پولا رو هم بردار پولدار بشو، اصلا برو این پولا رو بده به دست حزب الله لبنان و بده حماس و بده حوثی‌ها، اونا هم قوی‌تر کن. الان ایران برای تقویت نیروهاش در منطقه هم دچار مشکل شده. در نتیجه وقتی زیرساخت کافی برای تولید بمب اتم نداری، نمیتونی بمب اتم تولید بکنی. یعنی محاسبه از لحاظ روی کاغذ درسته، حرف آقای ندیمی درست در میاد، اما و در محل هر عمل دیگه امکان پذیر نیستش. بنابراین راه و قابل پیش بینی هم بوده، یعنی اینجوری نیست که بگیم که اینا وقتی که رفتن این برنامه رو شدن که به بمب اتم برسن نمیشد پیش بینی کرد و اینها چیزای غیر قابل پیش بینی بوده. نه، اینها همه این مسیر قابل پیش بینی بوده و بدون پیش بینی این مسیر وارد این راه شدن و خب نتیجه اش هم داریم حالا میبینیم. خب مرسی. بریم اینو یک کمی گفتمان دو نفره بکنیم چند. بله 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 بله. اگر سلام میدید، من یه سلام خدمت آقای توفیق عقب بکنم، آقای مدرسی هم تشریف آوردن. اگر مهدی جان سوالشو با شما مطرح بکنه، شما در پاسخ به آقای فرهمند دیالوگ با هم میکنیم، پاسخ مهدی جان هم بدیم. آقای مدرسی هر وقت هم شما خواستیم وارد بشیم به این بحث دو نفره استفاده میکنیم. مهدی جان شما سوالتون رو بفرمایید از آقای ندیمی. ببخشید آقای فخرایی، سلام خدمت همه دوستان. من وقت تنگ اسم نمیارم. آقای ندیمی، یکی از همشهریای ما یه کوزه روغن داشت، همه سرمایه‌اش بود. این کوزه روغن رو نشسته بود تو تنهاییش حساب میکرد، میفروشم یه گوسفند میخرم سر سال میشه دو تا گوسفند. رسید به کلفت و نوکر و اون قصری که داشت، و اگر یه دونه از این کلفت ها پاش رو چپ بزنه، چنان با این چوبی که دستم میزنم بهش، دستش خورد کوزه روغن شکست ریخت. اینی که گفتم از منظر طعنه نبود. تحلیل های شما یه خورده مبنای واقعی هم میتونه پیدا کنه تو عالم واقعیت، که ما انقدر دسترسیمون توی این مسیر هیچ سرعتگیری نیست، هیچ چالشی نیست. این نیست که نیروهای امنیتی موساد تا ریسترین نقاط امنیتی ما رو دسترسی دارن و اگر ما روزی بخوایم بریم سمت بریم یا طبق فرمایش شما به این سمت رفته باشیم، هیچ چالش و دست اندازی نداریم تو این مسیر دسترسی به بمب اتم. یعنی انقدر راحت و در دسترس میبینید شما دسترسی به بمب اتم رو؟
من قبل از اینکه آقای ندیمی جواب بدن، من جایی هم هستم، حالا از شانس من یه بار آقای ندیمی اومدم. مهدی جان یکم فکر میکنم چیز کردی یا کم لطفی کردی در آقای ندیمی. آقای ندیمی خیلی مستدل مستند، اینی که ما خودمون رو میخوام سوء تفاهم نشه برای آقای ندیمی. نه عرض کردم تعنی کاملا. ببینید این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی خیلی دقیق کلی وقت گذاشتن دارن توضیح میدن. آقای ندیمی که خودشون که سیاست گذار، اگر آقای ندیمی بودن راهای دیگری رو میرفتن. الان به اینجا رسیدیم، الان جمهوری اسلامی در این نقطه قرار داره، این تهدیدات وجود داره و شرح دادن دیگه. حالا ببخش من گفتم هم چون اولین بار آقای ندیمی میان، من عرض کردم این وقت فکر نکنن اینجا اینجوریه. آره من یه خوش آمدم بگم آقای، منم میخواستم سوالم آقای ندیمی ببخشید من یه توضیحی بذارم روش. من هم میخواستم سوالم مختصر باشه وقت دوستان رو نگیرم. اون مثالی هم که زدم فکر میکنم مختصر و مفید حق مطلب رو ادا کرد. بله بحث خوبی بود. من همراه هستم، من همراه هستم، بحث خوبی بود. امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه. نه اصلا عزیزم، اصلا اصلا من یه عرض خدمت عزیزانی که اضافه شدن داشته باشم. من با آقای مهتاب فرهمند عزیز هم همراه هم مخالف. دلیل اول ببینید، بازه زمانی خیلی کلیدیه. ما تا الان داریم همش این دست اندازه که آقای مهدی میگه رو تحمل میکنیم برای این بازه زمانی. چرا؟ زمانی که کره شمالی و پاکستان اتمی شدن کلید ماجراست. 1997-98 اتمی شدن و از امپیتی خارج شدن. تو مقطعی که شوروی دچار فروپاشی شده، نظم جهانی شکل گرفته، آمریکا بر سازوکار نظم جهانی حاکمه، جامعه جهانی رو همراه کرده و به خوبی تونست هر دو کشور رو کنترل کنه با همراهی چین و روسیه. زمانی که چین و هند و اسرائیل اتمی شدن، اوج جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود. 1963، 1967، 1974. تو اوج جنگ سرد یه اتفاقی رقم خورد. اگر آمریکا چین رو به خاطر اتمی شدن تحت فشار می‌ذاشت، چین در آغوش شوروی می‌افتاد و بالعکس. اتفاقا آمریکا از این فرصت استفاده کرد و چین رو جذبش کرد و ما او هم دقیقاً اول اتمی شد بعد رفت با آمریکایی‌ها بس. الان هژمون ها با هم درگیرن. وقتی هژمون ها با هم درگیر میشن، نظم قبل کنار میره، در یک بی نظمی قرار میگیریم برای اینکه نظم بعدی تعیین شه. تو شرایط کنونی اگر شما سیاست آمریکا نسبت به چین نگاه کنید، یک نکته خیلی جالبی داره. آمریکایی ها از لحاظ اقتصادی نمیتونن چین رو مهار کنن، چون زیر ساخت های چین خیلی آماده است و همینطور چین حاضر نیست مثل ژاپن در قرارداد هتل پلازا ین رو نسبت به دلار افزایش داد، یوان رو بالا بیاره. تا زمانی که یوان رو پایین نگه داره، چین امکانه رقابت با چین غیر ممکنه. تو شرایط کنونی سیاست آمریکا ایجاد یک ناتوی شرقی به همراه درگیری با پراکسی ها هست، نه مستقیما. چینی ها میدونن تو تنگ مالاکا مهار خواهند شد. سیاست اونها امروز این هست و برای فرداش هم میگم سیاست های امروزشون این هستش که لحاظ اقتصادی روسیه رو توانمند نگه دارن تا روسیه در ادامه درگیری با اروپا بخشی از توان آمریکا رو بگیره، با خرید نفت از ایران میزانی از توانمندی رو به ایران بدن که بتونه ادامه درگیری فرسایش رو با آمریکا داشته باشه. همزمان از قابلیت این دو ستونی که ایجاد میکنن، روسیه و ایران، برای ایمن سازی و کنترل عدم حضور ناتو به قفقاز آسیای میانه، پروژه کمن یکاشون رو ایجاد کنن تا بتونن ورودی و خروجی کالا و انرژی رو از این طریق انجام بدن و مالاکا رو دور بزنن. تحت این شرایط اگر ایران اتمی بشه، جامعه جهانی شکل نمیگیره در مقابل ایران. یعنی چین اگر ایران رو به همراه آمریکا مهار کنه، خودش مهار میشه. و نکته جالب هم همینجاست. آمریکایی‌ها امروز اگر نگاه کنید چرخش سیاست خارجی پوتین و لاوروف رو، با نزدیکی به جریانی که راست افراطی اسرائیل و آمریکا دارن و احتمالاً هم میتونن پیروز انتخابات بشن و اون جریان مخالف ادامه جنگ اوکراینه و اون جریان خواهان نزدیک کردن روسیه به خودش برای مهار چین هست، تلاش میکنن کارت بازی اوکراین رو به صورت مطلوب نقد کنن. خود این فضا اتمی کردن ایران این بازی رو به هم میزنه. یعنی روسیه اون ارزش امروز خودش رو برای غرب
که میتونه که مؤلفه ورود به دنیای غرب باشه برای مهار چین از دست بده. اون وقت اتفاقا مؤلفه اصلی برای مهار همزمان چین و روسیه ایران، یعنی ایران جنوب روسیه رو میتونه ببنده اگر اتمی شه بازدارندگی داشته باشه و میتونه پروژه کمراهی چین رو مهار کنه. یعنی نقشی که ایران پیدا میکنه به عنوان کشور سیاست پذیر تبدیل میشه به کشور آلترناتیو. یعنی شما میتونی از طریق همراه کردن ایرانی که بازدارندگی نهایی رو داره و پتانسیل جغرافیای فلات ایران، هم بازی چین و روسیه رو مهار کنی، هم در ادامه خود آمریکا رو مهار کنی. کاملا میشه این نقش رو ایران پیدا کنه. تو چنین فضایی که هژمون ها با هم درگیرن غیر ممکنه، غیر ممکنه یک جامعه جهانی، اجماع جهانی ایجاد شه و کره شمالی و پاکستانی برای ایران رقم بزنه. بعد نکته بعدی، من رو صحبت آقا مهدی میخوام بیام. ما تمام این سوالات تو این دست اندازاییم دیگه، داریم هزینه شو میدیم. ولی من همراه نیستم با صحبت آقای نامور حقیقی. چرا؟ آقای نامور حقیقی تمام تحریم ها و سازوکارهای فشار اقتصادی بر ایران رو بر اساس بحث هسته‌ای ایران میبینه، من بر اساس نوع سیاست خارجی ایران میبینم. ایران در دوره رضا شاه پادشاهی بود، سیاست موازنه مثبت، بعد رفت به سمت عدم سیاست موازنه مثبت. ناراضی بود، بریتانیا از جنوب، شوروی از شمال اشغال کرده بودند. زمان دکتر مصدق مشروطه خواهی، موازنه منفی. زمان محمد رضا شاه پادشاهی، گردش به چپ، سنتو. زمان جمهوری اسلامی تغییر کرد، ما یه ساختار سیاست خارجی تعریفیم مثل قطب سوم، هی نه تو بلوک شوروی رفتیم نه تو بلوک آمریکا. اصلا شما نگاه کنید تو جنگ ایران و عراق هم شوروی هم آمریکا در کنار عراق بودن. شما به سمت قطب سوم حرکت کردیم. تو بحث قطب سوم شما لحاظ هویتی با غرب و شرق در یک جا نمیستی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما سازوکار اتمی رو هم دنبال نمی کردی، ساختار سیاست خارجی شما به شکلی بود که غرب و شرق به دنبال مهار شما بودن. امکان این نبود که حتی با عدم اجرای برنامه هسته‌ای شما یک تنفس دائمی تو بحث اقتصادی داشته باشید. این هزینه ها به شکل دیگه به شما تحمیل می شد. این رو هم فراموش نکنید. چطوری که استاد آقای عزیز آقای نامور حقیقی میندازه، بر اساس این پیش‌فرض است که تمام این فشارها بر اساس پروژه هسته‌ای به ما تحمیل شد. ولی من معتقدم این فشارها بر اساس تعریف در ساختار سیاست خارجی تعریف شد. پس بدون برنامه هسته‌ای ما این فشارهای اقتصادی رو داشتیم. ببخشید من تونتون پاسخ میدم که عزیزان اساتید بتونن صحبت کنن. مرسی جناب فرهمند، بفرمایید. آقای مرجعی خیلی خوش اومدید. جناب توفیق همینطور، دکتر نوروزی عزیزم که قبلا سلام خدمت شما عرض کردیم. جناب فرهمند بفرمایید شما نکاتی رو که اون موقع دیگه فکر میکنم دکتر نوروزی و جناب مرجعی و جناب توفیق هم بیشتر در بحث قرار گرفتن و میتونیم یه دیالوگ خوبی داشته باشیم. من در خصوص قسمت اول صحبت های آقای ندیمی اصلا سر بحث با ایشون ندارم به هیچ وجه، به این دلیل که دنیایی که ایشون ترسیم میکنه، یک سری پروژه ها و پیش بینی هایی که داره، یک جور دیگه ایشون داره میبینه، من یک جور دیگه ای میبینم. بنابراین مثل دو نفریم که دو طرف یه دیوار ایستادیم و بحث بیهوده است. در نتیجه اصلا دلیل نداره که در این درباره قسمتش بحث بکنیم. در مورد بخش اخیرش که ایشون گفتن، من فکر نمی کنم، حالا من اینجا سخنگوی آقای نامور حقیقی نیستم، فقط به ایشون اشاره کردم به عنوانی که ایشون نشسته هزینه و فایده برنامه اتمی رو محاسبه کرده و پیشنهادش هم این بود که ایران میتونست به جای اینکه بره سراغ اتمی شدن از راه دیگری میرفت و موفق میشد، موفق تر میشد. اشارم به این بود. ولی من فکر هم نمی کنم که آقای نامور حقیقی معتقد باشه که تمام تحریم ها و این فشارها در نتیجه برنامه اتمیه، و فکر می کنم ایشون هم معتقده که به دلیل ساختار سیاست خارجی ایرانه. منم همین نظر رو دارم، منم هم نظرم با آقای ندیمی که همه این فشارها و تحریم ها به خاطر ساختار سیاست خارجی ایرانه. از بعد انقلاب هم از 59 ما تحریم داریم، که برنامه اتمی نبود، از بعد از گروگانگیری تحریم ها شروع شد و ادامه پیدا کرده تا الان. ولی نکته اینجاست که وقتی که نشستن فکر کردن که ما بریم اتمی بشیم، و همونطور که اشاره کردم قابل پیش بینی بود که این راه چقدر دشواره و حتی غیر عملی ممکنه باشه، باز با دلایلی که من برشمردم،
در نتیجه اگر که به جای این برنامه سراغ برنامه دیگری میرفتند، هم امکان این رو داشتند که به توان اقتصادی و نظامی بالاتری دست پیدا کنند، توان اقتصادی نظامی سیاسی بالاتری دست پیدا بکنند که در اون صورت بتونند که فشارها تحریمها رو بایش راحت‌تر مقابله کنند. از لحاظ دیپلماسی هم دستشون پرتر بود که بتونند در مقابل این تحریمها بایستن، میتونستن راحت‌تر مانع اجماع جهانی بشن در حمایت از تحریم‌ها. الان شما فقط کافیه بگید که آره کشوری که دنبال بمب اتمه، کاملا این اجماع ایجاد میشه همه که با بعد به هر شکلی که شده این کشوری که میخواد اتمی بشه رو مهار بکنیم. یعنی حتی فلان دولت آمریکای لاتینی و آفریقایی هم که اونور دنیا احساس خطر خواهد کرد. وقتی این نباشه بعد شما میتونید به راحتی در این اجماعی که علیهت میشه شکاف ایجاد بکنی. در حال دلایل متعددی وجود داره که این راه هزینه‌اش نمیارزید. میتونستن این هزینه ها رو مصرف بهینه‌ای بکنند و الان از لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی در جایگاه خیلی بالاتری ایستاده باشند. این در مورد قسمت اخیر صحبت های آقای ندیمی بود. اون منم موافقم، اون سیاست هایی که ایران همیشه یک دوران در مواظبه منفی بوده، دوران در مواظبه مثبت بوده، دوران محمدرضاشاه به خصوص که بخش اخیرش در ایران در حالت موازنه مثبت بود، سیاست موفقی هم بودش. بعد از انقلاب هم میتونست همین راه رو بره. ما الان الگویی که داریم در کنارمون ترکیه رو داریم دیگه. سیاست ترکیه هم الگوی موازنه مثبته. ما همین الگو رو میتونستیم داشته باشیم و توان ما از ترکیه خیلی بیشتره. ترکیه به هر حال به دلیل محدودیت های ترکیه مثلا ثروت ملی نداره، این خودش محدودیت بزرگیه براش. یعنی که اندوخته‌ای نداره که بخواد در شرایط بحران بهش تکیه کنه. این تحریمایی که علیه ایران شده یکیش علیه ترکیه بکنن میپاشه از هم، ولی تونسته ایران دوام بیاره به خاطر تکیه به ثروت ملی. اندوخته داره، ترکیه نداره، ولی سیاستی که داره با توجه به نداشتن اندوخته سیاست درستی رو پیش برده به موازنه مثبت و پشت سر هم بردهای سیاسی کرده در منطقه و این بردهای سیاسی براش بردهای اقتصادی آورده. یه جاهایی اونم خرابکاری کرده، قبوله. حالا میتونیم به نمونه بیارید، من میشه بحث کرد دربارش، ولی کلیت سیاست خارجیش سیاست خارجی موفقیه. ما این الگو رو میتونستیم به دلیل مشابهت جغرافیاییمون، ما شبیه‌ترین کشوریم به ترکیه لحاظ جغرافیایی، با این مشابهت جغرافیایی، منظورم از جغرافیایی فقط در واقع موقعیتمون رو نقشه جهان نیستش، جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، میتونستیم همین راه رو بریم. مضاف بر اینکه یک ثروت ملی هم داشتیم و بسیار موفق‌تر از ترکیه عمل بکنیم. بله، تشکر میکنم جناب فرهمند. اتفاقا گزارشی بود در همین رویکردهای اخیر اردوغان نسبت به غزه و اسرائیل، همچنان یه افزایش صادرات ترکیه داره به اسرائیل، 35% افزایش داده صادراتشو، علی‌رغم اینکه آقای اردوغان موضع‌گیری‌های تندی میکنه. خب محوریت بحث رو من فکر میکنم با توجه به اینکه اتاق رو اصلا امیر از اولش به خاطر صحبت‌های آقای ندیمی در اتاق دیگر این اتاق رو تأسیس کرد، من فکر میکنم آقای ندیمی رو در محوریت بحث داشته باشیم و دوستان میتونن نقطه نظرهای ایشون رو نقد کنن و وارد صحبت بشن. دکتر نوروزی، اگر موردی دیدی در صحبت آقای ندیمی که نسبت بهش، جانم امیر. من آره یه نکته ببخش آقای دکتر نوروزی، بعد من بگم امیر، بعد نمیتونم صحبت کنم. بله بگو. من چون الان در رابطه صحبت هایی که آقای فرهمند کرد من به موضوعات اون میخواستم بگم. اول اینکه اصلا در جامعه امروز و جامعه امروز جهانی چیزی که قدرت ایجاد میکنه قدرت اقتصادیه. مثلا شما آلمان رو ببینید، بمب اتم نداره، ارتشی به اون معنا نداره، ولی قدرت اول اروپا حساب میشه و ایران میتونست این مسیر رو بره. دوم این که فرض کنیم حالا اینجا که آقای ندیمی میگن ما بمب اتم داشته باشیم، اولا که اصلا چرا ما باید برای در مقابل جامعه جهانی وایسیم که نیاز به این کارها داشته باشیم؟ یعنی این غلط بودن این سیاست از زیر بنا اینو نشون میده که اصلا ما چرا باید تقابل داشته باشیم که بعد بیایم کشور رو به این بدبختی بکشونیم، بعد حالا بیایم بمب اتم داشته باشیم که از خودمون دفاع کنیم و اینها. ولی حالا فرض کنیم بمب اتم داشته باشیم، آیا ما میتونیم بمب اتمی بیشتر از روسیه داشته باشیم؟
شما یه دونه پوسایدون رو یا چی میگن یک کلمه دقیقش رو نمیدونم فکر کنم، مثلا برید نگاه کنید اژدر اتمی روسیه میتونه مثلا یه سونامی ایجاد کنه، فرض به نیویورک رو ببره زیر آب، ولی آیا آمریکا ازش ترسیده و باعث شده که مثلا فرض کن به اوکراین سلاح ندن؟ حالا مثلا ایران دو تا بمب اتمی هم داشته باشه، آیا میتونه اونو استفاده کنه؟ اگه ایران یه دونه بمب اتمی استفاده کنه، حداقل اسرائیل که 200 تا داره میتونه رو سرش خراب کنه. بنابراین به این سادگی ها نیست و هزینهش بسیار بسیار بالاتره و جز بدبختی برای ما نداره. همونطور که آقای فرهمان گفتن، معادل کره شمالی شدن ایرانه که چنین چیزی غیر ممکنه و حتی اگر هم ممکن باشه جز بدبختی برای ما چیزی دیگه نمیاره دیگه. بنابراین این سیاست از زیر و بنا به نظر من بیفایده است. من فقط همین رو فعلا میخواستم بگم. ببخشید امیر جان. مرسی. بفهمید امیر جان، خواستی نکته بگی؟ بله. ببینید، من سوال من از آقای ندیمی در واقع اینه، آقای ندیمی شما موافق هستید که بدون این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفت، چون من اولا یه سری حرفا رو قبول ندارم، من ضمن احترام به آقای دکتر نوروزی، بله بمب اتم برای روسیه باعث میشه که میره کریمه رو اشغال میکنه، سندش رو میزنه به نام خودش، کسی جرأت نداره حرف بزنه، اوکراین با اینکه در جنگ با روسیه است حق نداره به خاک روسیه حمله بکنه، یعنی یک جنگی شما هم باید از خود دفاع بکنی، هم مراقب خاک دشمنت هم باشی که عصبانیش نکنی. حالا اینکه پوتین اشتباه کرد وارد این تله شد، غربی ها یه جوری اوکراین رو قربانی کردن، واسه پیچیده ایه، ولی در دنیای امروزی داشتن قدرت نظامی بخش بزرگی از حفظ استقلال شماست. حالا ما به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی، من میدونم این حرفا خریداری نداره، هزار یک منظورم اینجا به آقای دکتر نوروزی نیست، خیلی از این کشورها رو شما نمیتونی مستقل اسم بذاری روش، یعنی اگر قدرت ها بخوان سیاست هایی رو تحمیل بکنن، ابزاری ندارن بخوان تمکین نکنن. به نظر من اینجا یکم میگم زاویه دید دارم، ولی خب جمهوری اسلامی هم حکومت در واقع نامطلوبیه دیگه، در سیاست های داخلی در فرصت هایی که داشت استفاده نکرد. حالا از این بگذرم، سوالم از آقای ندیمی اینه، آقای ندیمی شما فکر میکنید جمهوری اسلامی محکوم بود به این سیاست فرضی؟ ما حالا اشتباهاتش کاری ندارم، حتما شما پیشاپیش بگید که خب نباید اون اشتباهات مرتکب بشید، یعنی بعد از انقلابی که سال 57 رخ داد، جمهوری اسلامی میتونه سیاستایی رو در پیش بگیره و نیازی به در واقع قوای نظامی، تسلیحات آنچنانی نداشته باشه و بتونه در واقع یک کشور مستقل ما ازش نام میبردیم یا نه؟ مثلا هر حکومتی اینجا باشه اگر میخواد مستقل باشه محکومه، چون من صحبتهای شما رو چنین برداشتی کردم، محکومه که همین مسیر رو ادامه بده، حالا بدون اشتباهات جمهوری اسلامی. این سوال من از شماست و دوست دارم بعد آقای فرهمند هم اگر حالا در پاسخ شما اینم پاسخ بدن ممنون میشه. بسیار عالی. من آقای مکس ورود کنم یا؟ بله بله تمنا میکنم جناب ندیمی. بذارید من مجموع صحبتهای عزیزان رو دقیقا از همین مسیر شروع کنم. بعد از ناصرالدین شاه شما پادشاهان ایران در ایران خاک نشدن آقای وظیفه شناس، انواع سیاست ها رو اعمال کردیم. ما اصلا نمیتونیم مثل ترکیه آونگی بازی کنیم، پراگماتیست باشیم. ببینید یه اشتباهی که من معتقدم خیلی از کارشناسای علوم سیاسی در ارتباط دوره شاه دارن اینه که فکر میکنن آمریکا دو ستونی که در منطقه ما تعریف کرده بود، یکیش ایران بود یکیش اسرائیل. این کاملا اشتباهه. ما با آمریکا کار کردیم. اوج کار کجا بود؟ زمانی که عرب با اسرائیل درگیر بودن، اومدن نفت رو تحریم کردن، انقدر هزینه رفت بالا، فشار سنگین شد که بعضی از کشورهای اروپایی عضو ناتو میخواستن از سیاست‌های کلان ناتو خارج بشن. شاه حمایت کاملی کرد تو ارسال نفت به اسرائیل و در کنار شرکای غربیش ایستاد.
اتفاقی که افتاد این بود که آمریکا پترودلار رو با عربستان امضا کرد، نفت دلار. یعنی ستون اصلی آمریکا در منطقه عربستان بود. از اونجا بود که شاه متوجه شد باید بره به سمت نظامیگری، چون رویکرد آمریکا نسبت به ایران کاملا معکوس شد. اتفاقا 85% فروش نفت ایران رو توی یک مقطعی تسلیحات خرید که فقط 30% رو دادن. اما چرا نمیتونیم آونگی رفتار کنیم مثل ترکیه؟ ترکیه ستونه، ناتو در مهار روسیه است. ما ستون نبودیم، ما نبودیم، ما نقش اوکراین نمیتونیم ایفا کنیم. ببینید یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. اگه شروط سیاست خارجی آمریکا در تو ایران امروز نگاه کنید، از اون 9 تا شرط 3 تاشو من میگم: از منطقه خارج شو، برد مشک پهپادات زیر 100 کیلومتر بیار، سیاست های من اعمال کن. سیاست های آمریکا در منطقه بر اساس نقشی که ایران میتونه ایفا کنه مهار چین و روسیه است و هر دو اتمی هست. یه درکی نسبت به همسایه‌مون داشته باشیم روسیه، یه درکی داشته باشیم. به روس‌ها دو تا عامل در واقع ستون سیاست خارجه‌شونه. یک، در 300 سال گذشته تمام حملات به روسیه از اروپا بوده، چه در زمان ویلهلم دوم، چه در زمان امپراتوری لهستان، چه در زمان عثمانی، چه در زمان هیتلر. جنوب روسیه جایی بوده که همیشه تلاش کرده دور بزنه اینها رو. جنگ‌های ایران و روسیه، جنگ های 13 سال هم دلیلش همین بوده. یعنی هیچگاه ما درک درستی از وضعیت روسیه نداشتیم. ما اگر در کنار غرب صرفا بیستیم، متلاشیم بدون اینکه ابزار قدرت داشته باشیم، و در 200-300 سال گذشته که دو سوم خاکمون از دست دادیم تنها یک دلیل داشته. شما را ارجاع میدم به صحبت های عباس میرزا. ما تسلیحات نظامی نداشتیم. برای اینکه تسلیحات نظامی در واقع همگام با مؤلفه های جغرافیاییمون داشته باشیم، حرکت کنیم تحریم میشیم از سوی هر دو طرف. جغرافیای ایران و فلات ایران ما رو یا در شرایط انقباضی قرار میده یا انبساطی. اگر نقطه قوت داشته باشیم میتونیم وارد کشورهای همسایه بشیم و ابزار قدرت بسازیم. اگر نداشته باشیم دوچار واگرایی میشیم. یعنی همین الان شما تصور کن اپوزیسیون هستید، میخواید جمهوری اسلامی رو بردارید، سلام نه. آیا فکر این رو کردید که بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما در سه ناحیه واگرایی داریم؟ غرب، جنوب و شرق. یعنی بخشی از جغرافیای ما حتما دچار تهاجم غربی میشه، تهاجم همسایگان میشه. شکلی از وضعیت جغرافیای ما و نوعی از وضعیت جغرافیای ما در فضای کنونی انتخاب هر سیاست خارجی رو غیر ممکن کرد. چرا من مثال زدم رضا شاه موازنه مثبت بعد عدم موازنه مثبت؟ حتی بریم دوره قاجار، ما با فرانسه تو فینکنشتاین بستیم، فرانسه رفت با روسیه معامله کرد، ما باختیم. ما از این دست نمونه خیلی داریم. چرا؟ چون اساسا ما یک جغرافیای کاملا سیاست پذیریم، نه سیاست گذار. ما اجازه بازی پیدا نخواهیم کرد. شما ابزار قدرت نداشته باشید سهمی ندارید، سهم هستید. اینا که شعارهای ضد امپریالیستی نیست، که اینا تاریخ همین چند دهه و چند صد ساله اخیرمونه. اون چیزی که برای من داره در واقع با نگاه 200 سال اخیر تداعی میکنه اینه که ما توی یک نقطه جغرافیایی خیلی سختی قرار گرفتیم، بعد بپذیریم. تمام اساس هژمونیک آمریکا اینجا با پترودلاره. یعنی نیاز به دلار رو با فروش نفت دلار به دست میاره. امروز 20% از نفت دنیا داره به غیر دلار فروخته میشه. این خطر بقا داره برای آمریکا. امروز ما در همسایگی روسیه هستیم که تمام حملات بهش از اروپاست و جنوبش جاییه که میتونه گریزگاهش باشه. دقیقاً از همون جنوبش بود دیگه، با بریتانیا بس آلمانو شکست داد. اینجا هم ما گرفتار هستیم. و یه چیزی که وجود داره بهش بعد توجه کنید این هستش که اگر جمهوری اسلامی هم نباشه ما مجبوریم یه قطب سوم باشیم و ساختار سیاست خارجی ایران هم رفت به سمت قطب سوم تعریف شدن. تو قطب سوم شما نمیتونی ائتلاف کنی، نمیتونی مثل ترکیه رفتار کنی، نمیتونی در بلوک شوروی آمریکا باشی. شما باید نیروهای خودتو داشته باشی، چون دنیا به سمتی رفته که در ساختار سیاست خارجش کشورها یا سمت روسیه و چینن یا سمت آمریکا. شما مجبوری به جریانهای مردمی، گروههای ضد امپریالیست و اینجور چیزا تکیه کنی.
و بنای سیاست خارجه رو میدان بذاری. چاره ای نیست، بها داره، بهاش خیلی سنگینه و اگر اشتباه بازی کنی میبازی. جمهوری اسلامی اشتباه بازی کرده، جاهایی به اشتباه بازی کرده، تبعاتش در داخل میبینیم. من معتقدم اگر امروز یک جنگ بشه جامعه همراهی نمیکنه، اصلا جامعه همراهی نمیکنه و جاهای خوب بازی کرده، تعریف درستی از وضعیت جغرافیاییش داشته، قطب سومش رو تعریف کرده، تلاش کرده ابزار قدرتش رو بسازه. من معتقدم در حوزه‌های به خوبی این کار کرده. خوب بازی کردنه که یا ما رو از این شرایط خارج میکنه یا دوچار همون سلسله اتفاقات تلخ میفتیم که فکر کنم تو 200 سال اخیرش ایرانی نتونه تاریخ رو بخونه و دوباره میریم به سمت روند تجزیه. فعلا تو این نقطه ایستادیم. اما اینو میدونم اگر اپوزیسیون هم بیاد حاکم بشه مجبور این مسیر بره، چون مسیرهای قبلی رو ما انجام دادیم. ما سیاست خارجی غربی شرقی داشتیم، جواب نمیده. ما چیزی که نداشتیم ابزار قدرت بوده. برای ساخت ابزار قدرت باید بها بدی. این نکته خیلی مهمیه و من معتقدم بمب اتم در همسایگی هند، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و اسرائیل در منطقه‌ای که هستیم امروز شدنیه. جمهوری اسلامی بازی کرده با این بازی، با این وضعیت. به طور مثال شما بازهای زمانی که ما تو برجام رفتیم، تو گفتگو رفتیم، عقب کشیدیم و نگاه کنید. مثلا 2013 روسیه می‌خواست بره کریمه رو بگیره، رفت با چین قرارداد 400 میلیارد دلاری بست که از 2018 عملیاتی شه. به محض اینکه ما درکمون این شد که چین و روسیه به هم نزدیک شدن تا برای کریمه بازی کنن، ما وارد بحث برجام شدیم. یعنی تنشمون رو با آمریکا کاهش دادیم. به محض اینکه آمریکا متوجه شد که سیاستی که اعمال کرده در رابطه با روسیه و چین پاسخگو نیست و یک تغییر شیفت داشت و اتفاقا فضا رو برد به سمت فشار بر روسیه و چین و نیاز چین و روسیه به ایران، ایران از بازی اتمی آروم آروم این رو کاهش داد. یعنی رفت سمت غنی‌سازی بیشتر. این بازی همیشه بوده، ولی نقطه پایانی مهمه. اون نقطه پایانی من فکر کنم امروزه. یعنی اگر امروز شما با توجه به شرایط ویژگی‌هایی که ایجاد شده، من یه مثال روسیه رو بزنم. روسیه امروز درگیر جنگ اوکراین با ناتو داره می‌جنگه. اگر ایران رو نداشته باشه، سوریه رو به ترکیه می‌بازه. قفقاز رو به آمریکا می‌بازه. روسیه امروز نمیتونه در مقابل اتمی شدن ایران بیسته. شرایط چونه؟ چین هم همین شرایط. چین هم نمیتونه. هند هم به همین شکل. ولی خب الان زمان طلایی، اگر الان از دست بره من فکر میکنم بعدها دیگه کره شمال شدن ایران حتمیه. ولی الان اگر بتونیم این بازی رو درست انجام بدیم و پیش ببریم، با توجه به اینکه هژمون‌ها دارن تو شرط بقا قرار میگیرن، تو شرط بقام جغرافیای ایران جاییه که خیلی میتونه بازی رو به نفع یه طرف تغییر بده. من معتقدم الان زمان مناسبیه. با احترام به عزیزان. مرسی جناب ندیمی. آقای فرهمند تلفن صحبت میکنن، من درست میبینم؟ بفرمایید آقای دانش. آقای مرجعی آماده باشیم بعد از آقای دانش شما هم بشنویم در این موضوع. بفرمایید. من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان و تشکر کنم از بحثای خوبی که شده. فقط دو تا نکته دارم به شبه صحبته آقای ندیمی. یک، آقای ندیمی، اسرائیل تو تحلیل‌های شما نیست. یعنی یک کشور وحشی که به هیچی پایبند نیست میتونه همه این بازی ها رو به هم بریزن. یک. دو، این که حالا با توجه به این که رهبر ایران گفته که آقا ما بمب اتم نمیسازیم، آیا شما فکر میکنید که اصلا این از این تحلیل ها دوره هسته قدرت توی ایران، یا نه یه نقشه دیگه ای داره؟ بالاخره ما باید یکم ریال هم فکر کنیم دیگه. اینم اگر ممکنه که درباره صحبت شما بشه. شما خودتونم بفرمایید چی فکر میکنید؟ فکر میکنید فتوا پایداری داره؟ یعنی ایران پایدار میمونه به این فتوای آقای خامنه ای؟ اینو بفرمایید، آقای ندیمی هم پاسخ شما رو بده. ببینید، من با شناختی که از آقای خامنه‌ای دارم، آقای خامنه‌ای حرفی که میزنه صرفاً فقهی نیست. یعنی آقای خامنه‌ای یه سیاست مدار فقیهه و یه چیزی که میگه یک آینده نگری توش داره همیشه. نمیگم حتما درست میگه، شاید اشتباه بکنه،
ولی صرفا فکر کنیم که آقای خامنه‌ای به خاطر فقه و دین و اینا گفته ما نمی‌سازیم، این از نظر من اشتباهه. حتما در کنار نگاه فقهی نگاه ژئوپلیتیک هم داره و آینده نگر هم داره، ممکنه اشتباه بکنه، ولی با تمام این احوال به هر حال این حرفو زده و الان ما باید چی کار بکنیم؟ ژئوپلیتیک تغییر پیدا بکنه، ایشون امکان داره پس بگیره فتوا رو؟ بله، یکی از دلایلی که ممکن باشه پس بگیره تغییر ژئوپلیتیک. دقیقاً. مرسی جناب ندیمی، بفرمایید، در خدمتی. بله، این موضوع خیلی مهمه. من درکمو میگم، فتواشون فنیه، خیلی فنی هم این فتوا رو دادن. ببینید ما تو 100 سال اخیر یه کمی هم از دوره رضا شاه بریم عقب‌تر، ما توی یک تقریبا 15 سال فکر کنم هر 100 روز یک دولت داشتیم تا رضا شاه اومد. هم زمان رضا شاه، هم محمد رضا شاه، هم جمهوری اسلامی، هم قبل از اون، هر سیستمی که اومده به دنبال مشروعیت بوده. جمهوری اسلامی یک کشور هست، درک درست رو از صحبت من داشته باشیم، گفتمان هیچ کدوم از اینها تمام جامعه رو در بر نگرفته. یعنی هر تصمیمی در زمان شاه یا در زمان جمهوری اسلامی گرفته بشه، بعضی از مردم رو باید همراه کنی تا مشروعیت پیدا کنه. سیستم هایی که ما داریم هنوز به دنبال بقان، هنوز به دنبال بقان. شما تصور کنید اگر ما اون موقع تو اون مقطعی که مثلا 2013 2014 فضای دنیا تک قطبی، آمریکا مسلط به سازوکار جامعه جهانیه، به سمت اتم می‌شدن می‌رفتیم، فشار از سوی روسیه، چین، آمریکا میتونست بقای سیستم رو کاملا از بین ببره و سیستم سقوط کنه. اما این درک رو هم داریم که در همسایگی و نقطه جغرافیایی که هستیم نیاز به این سلاح داریم. من احساسم اینه که رهبر جمهوری اسلامی ایران این بازی رو به این شکل انجام داد، هم بقای ساختار رو نسبت به هژمون‌ها حفظ کنه، فتوا رو داد، هم بمب نسازه اما تا آستانه ساخت ببره و امکان پذیریشو کاملا ممکن کنه. بازی که انجام شد با علم به این دوتا مؤلفه بود و هنوزم همونجا ایستادیم، هنوزم همونجا ایستادیم. یعنی ما میتونیم بسازیم، نمیسازیم، هم بقای سیستم رو در مقابل غربی ها و چین و روسیه حفظ کنیم، فشار خیلی حد بکسری نشه که سیستم سقوط کنه، هم امکان پذیر نگرش داریم. این چیزیه که من درک میکنم. ولی آیا به سمتش میرن؟ من میگم بازی که من در تو اسرائیل همون بخش اول صحبت کردم نبودید. ببینید الان شرایطی که اسرائیل داره شرط بقاه. اسرائیل توانمندیش بر دریا و آسمانه. در جنگ غزه حماس زیر زمینه. توانمندی اسرائیل زمانی رو میشه که مثلا با لبنان وارد جنگ شه، با سوریه، با عراق. اتفاقا دوست داره به این سمت بره که بتونه توانمندیشو نشون بده به صورت کنترل شده و از یک جنگ خارج بشه. نوع بازی که الان داره اتفاق میفته اونها شرط بقا قرار داده. 96% تمام تجارت کانتینری از شرق آسیا، جنوب شرق آسیا به سمت اروپا از دماغ مدنیک داره اتفاق میفته. یعنی کاملا شرایط بقا یعنی چی آی ندیم؟ شرایط بقا الان یعنی موجودیتشون به خطر افتاده. من الان یه مثال بزنم، موجودیت الان غرب هم همین شرط پیدا کرده، یعنی هم آمریکا هم اروپا موجودیت هژمونیکشون داره به خطر میفته. فقط موجودیت هژمونیشون دیگه جناب ندیمی، اینو خواهش می‌کنم، هژمونیشون نه که بله بله. هژمونیکشون، موجودیت هژمونیکشون به خطر افتاده، شرط بقا. ببینید غرب با تسلط بر دریا، آبراه‌ها و شبکه اقتصادی هست که در واقع تسلط داره بر دنیا. زمانی که جمال عبدالناصر اومد سوئز رو ملی کنه، فرانسه و بریتانیا و اسرائیل حمله کردن بهش، اهمیتش بالا بود، شوروی تحت اتمی کرد، آمریکا اینا رو عقب کشوند. اهمیت آبراه‌ها برای هژمون بودن خیلی مهمه. چرا؟ چون کنترل اقتصادی غرب در اختیار کسی میفته که این آبراه‌ها رو داره. چطور؟ همین الان کشتی‌هایی که به صورت کامل دیگه دارن در موقع امید و نیکو دور میزنن، حالا ما کشتی‌های امروز رو با سرعت امروز در نظر بگیریم، 16 17 روز این فاصله میفته، 40% هزینه انتقال کالا رو بالا میبره به جز بیمه ها. یعنی شما سیاست‌های انقباضی داری انجام میدی، تولید رو داغون کردی، فشار رو زیاد کردی که تورم رو کنترل کنی، تورم به همه بخش‌های شما سرایت خواهد کرد. از لحاظ اقتصادی کنترل اوضاع تو دراز مدت غیر ممکن میکنه. این شرایط بقا هست. تو شرایط بقا شما وقتی داری بازی در چنین سطحی انجام میدی و
طرف مقابل در شرط بقا قرار میده چتکه و هزینه و فایده میده کنار، چون اساس هژمونیکش تحت فشاره. اینجا هم من معتقدم ما به سلاح غیر متعارف تو این بازه زمانی با این سطح بازی نیاز داریم. مرسی مرسی جان. یک لحظه من یک کامنت بذارم. بفرمایید. آقای ندیمی، در جنگ کانال سوئز کی تهدید کرد؟ اسرائیل و فرانسه و انگلیس عقب نشینی کردن؟ شوروی تهدید اتمی کرد، آمریکا اون سه کشور رو به عقب فراخواند. اتفاقا تو اون جنگ، حالا آقای فرهمان شما بگین، به نظرم آمریکا پشتیبان سوئد بود، درسته؟ آمریکا پشتیبانی برعکس نگو. آمریکا همراهی کرد. ببینید یه اتفاقی تو مقطع افتاد. شوروی و آمریکا بعد از جنگ دوم یه سیاست مشترک اتخاذ کردن بر علیه اروپا. با نوع استعمار کشورها مخالفت کردن. بعدها شوروی هم پیوست به این قضیه. مثلا حضور نظامیشون در هند، حضور فیزیکیشون در هند به اون شکل مخالفت کردن. آمریکا فرانسه و بریتانیا رو عقب روند، اما با پیش شرط بین المللی کردن آبراهای، یعنی کانال سوئز جزوی از مصر باشه ولی آبراهای بین المللی باشه. تمرکزش تو بحث مهار شوروی بود و نگرانیش این بود که تو همون مقطع 1960 که غربی ها، فکر میکنم ابراهیم سنان بود رهبر تیجانی ها که در کنیا با حاکم کنیا برای اولین بار بیرون کردن فرانسوی ها رو، سه تا کشور دیگه هم اضافه شدن و شرایط داشت به سمت شوروی پیش میرفت، آمریکا ورود کرد و خب شوروی هم داشت در واقع حمایت میکرد که این جریان ها رو جذب کنه. آمریکا ورود کرد و خیلی هم هوشمندانه ورود کرد، یعنی اونها رو عقب برد، کانال سوئز رو ملی کردنش رو به مصر کمک کرد، اما بین المللیش هم کرد. این خب اگر اجازه بدین آقای مرجایی رو کلیت بحث آقای ندیمی در مورد ایران با تمرکز به ایران صحبت‌های شما را بشنویم. سلام عرض می‌کنم جناب مکس فخرایی و همه دوستان بزرگواران که در استیج هستند. یه دونه دونه اسم نبرم، از دوستان هستن. من استفاده کردم و لذت بردم از بحث‌های مهمی که در جامعه مهمه و داریم سعی میکنیم در حد خودمون پاسخی بدیم. من چند نکته به نظرم رسید که این مثل یه معادله چند مجهوله یا مثل بازی شطرنج سبودی چند موضوع هست که ممکنه با هم در تناقض باشن، ولی هنر اینه که یک خروجی و یک نقشه راهی از اون بتونه بیاد بیرون. چند نکته رو من بگم. یکی این که وقتی که در این سه ماهه عملکرد اسرائیل و حمایت غرب یه نکته ای رو در من برای اولین بار بیدار کرد. تا حالا من خودم شخصا، دیگران نمیدونم، ولی من تا حالا فکر میکردم که استفاده از سلاح هسته‌ای یک تابوی غیر ممکنه. ولی سالها پیش در نیویورک تایمز خوندم، حدود 4-5 سال پیش، مقاله مفصلی بود که تحلیلی بود، خبری نبود در نیویورک تایمز. اون میگفتش که در زمان جنگ 73 با مصر، اسرائیل الان مدارکش اومده بود که داشت، در نظر داشت که ممکنه بتونه سلاح هسته‌ای استفاده کنه. حالا اینو پرانتز گفتم، ولی نکته اصلی اینه که دریافتی که در این سه ماه از غزه داشتم این رو به من رسون شخصا که بعید نیست اسرائیل در یه شرایطی از بمب هسته‌ای استفاده کنه. یعنی قبح اون بیشتر از قبح این عملکرد اسرائیل در سه ماه در غزه نیست. فشار سیاسی رو و افکار عمومی رو اسرائیل و امریکا تونستن تحمل بکنن در این سه ماه، ولی اگر در یک لحظه اسرائیل یه بمبی رو منفجر بکنه، اون فشار سیاسی و افکار بین‌المللی هم میتونن تحمل بکنن، چون سه ماه نخواهد بود، در عرض مثلا یک روز خواهد بود. میگن فاجعه ای اتفاق افتاده و کارش نمیشه، غلط بوده، اشتباه بوده، ولی اتفاق افتاده دیگه، باید بریم جلو و توجیهاتی هم میشونه انجام میشه. البته این سلاح هسته‌ای در سرزمین های اشغالی و لبنان نخواهد بود، چون که خب خیلی نزدیک خاک اسرائیل و تشعشعات اذیت میکنه، و اگر هم بخواد مثلا در مورد کشوری استفاده بکنه، این شاید اورانیوم کنترل شده و بمب کنترل شده باشه مثلا در مورد ایران. این یه نکته است که من در نظر دارم.
نکته دوم اینی که بالاخره همونطور که آقای نعیمی میگن یک بقا، ایشون مثال چین رو درست زدن که وقتی که سلاح بمب رو گرفت یه بقای خودش رو گارانتی کرد. ولی ایران چین نیست. منظورم چیه ایران چین نیست؟ مثلا که مناسباتی که برای چین در اون زمان بود و بعد به سازمان ملل شورای امنیت دعوت شد توی مناسبات دیگه‌ای بود تا ایران. در این حال حتی من اینو میخوام بگم، شرایطی که بر ایران، محدودیتایی که برای ایران هست برای کره شمالی و پاکستان که آقای نعیم مثال زدن نیست. اونا کره شمالی مشکل اسرائیل رو نداره و آسیب پذیر نیست، در خطر نیست کره شمالی اونقدر که ایران هست. این صحبت های من یه خود حالت متناقضه، ولی امیدواریم در این دستگاه و سیستمی خروجی درش بیاد. از طرف دیگه این که اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای داره فوق‌العاده بحران‌آمیزه برای منطقه. آیا ایران با داشتن یک سلاح هسته‌ای پاسخ مثبتی به اون یا نه؟ اونم من براش جوابی ندارم. ولی همین که این جریان ادامه پیدا میکنه که اسرائیل پاسخگو نیست و منطقه رو به صورت تهدید میکنه، این هم یه مسئله بحرانیه که باید بهش اندیشید. نکته که با نوروزی خیلی موافقم اینه که گفتن که آلمان توسعه اقتصادی داشته و این خیلی مهمه. من فکر کنم که ایران اگر میخواد که مسلح بشه یا چیز داشته باشه باید یک مناسبات اقتصادی و توسعه اقتصادی عدالت محوری داشته باشه که بتونه از نظر داخلی اون رو بتونه توانایی سیاسی دیپلماتیک و مشروعیت اعتماد اجتماعی رو داشته باشه که اونو جلو ببره. نبود توسعه اقتصادی عدالت محور کارو مشکل میکنه برای داخل. اینم نکته‌ای که باید در نظر گرفت. اعتماد اجتماعی پایین اومده در انتخاباتی که داشتیم، این برعکس باید بالا می بود اعتماد اجتماعی در سطح مدنی. توسعه اقتصادی اگر اختلاف طبعاتی، رانت، شرکت های خصولتی، اینها زمینه ای رو برای اون نیروی مدنی داخلی ایجاد نمی کن. فکر کنم سه تا نکته رو گفتم. حالا اگر چیز هسته ای رو بذاریم کنار، توجیهی برای راکتور هسته ای برای تولید برق هست، علیرغم اینکه سلاح چیز نباشه، زرادخانه نظامی نباشه. چرا که مثالی می زدن که اندونزی بود یا مالزی که تولید نفتش الان دیگه نمیتونه بفروشه و چیز اقتصاد منفعت اقتصادی داشته باشه، فقط دیگه الان برای مصرف داخلیشه. ولی اگر یه تاسیسات هسته‌ای که انرژی میتونه فوق العاده بیشتر از نفت برای کشور ایجاد بکنه، بعد ایران میتونه نفت رو فقط برای فروش و چیز اقتصادی استفاده بکنه. البته این به مسئله نظامی بر نمیگرده فقط، ولی میگم توجیه هست برای توسعه راکتور برای تولید برق. من اینجا کوتاه صحبت بکنم، فقط گفتم که نکات متناقضی در هم هست که سیستم رو پیچیده میکنه و باید از اون یه خروجی داد. تشکر میکنم جناب مهدی. مرسی جناب مهدی. جناب فرهمند، نکاتی هست از شما که بشنویم در آخرین صحبت های ندیمی آقای مرجعی؟ خیلی عذر میخوام جناب مرجعی، اجازه هست یه نکته کوچیکی رو بگم؟ استدعا میکنم. از نظر روش و متدولوژی، خب من از صحبت های آقای ندیمی خیلی استفاده کردم، خیلی با نکاتشون موافق هستم، ولی متدولوژی و روش ایشون یه خود باید درموش فکر کرد. و اون اینه که مثال هایی میزنن از نظر تاریخی، مثلا در مورد موازنه نمنفی، موازنه مثبت زمان رضا شاه یا قاجار، اینها در اون موقع ممکنه اون شرایط چیز باشه، پاسخگو نه، یعنی عمل کرده باشه، ولی دلیل نمیشه در شرایط امروز ما درس کلی و کلان بگیریم. یه دقتی باید نسبت به این متدولوژی و روش بهبود که ممنونم باشه. خب پس نقد شما به موازنه مثبت بود، اینجا موضوع هم جالبه. بفرمید. من یه سوال داشتم، فکر کنم آقای مرجعی یا آقای ندیمی یا آقای فرهمند اگر خواستن پاسخ بدن. ببین، زمانی که بحران کره شمالی تو اوج بودش، آمریکا برنامهش این بود و فکر میکنم به این توانمندی هم رسیده باشه،
سوال من اینه که اگر موشک‌های کره شمالی میخوان آمریکا رو هدف قرار بدن، اون موشک‌های اتمی کره شمالی رو داخل خود کره شمالی هدف قرار بده، یعنی وقتی به پرواز درآمد قبل از اینکه از خاکش خارج بشه، اگر به این توانمندی رسیده باشه، آیا اصلا اینکه ایران بمب اتمی داشته باشه میتونه کارایی داشته باشه؟ بعد اونم چی؟ در برابر 200 تا مثلا اسرائیل ما یه دونه داشته باشیم میتونیم دفاع کنیم و اینها. ولی من اون صحبتی که آقای وظیفه‌شناس گفت، من داخل پرانتز بگم، به هر حال من وقتی میبینم کاری به جمهوری اسلامی ندارم، ما جمهوری اسلامی رو اصلا ایرانی نمیدونیم، ولی وقتی میبینم اسرائیل کشورمون رو تهدید میکنه، خب مطمئنا ما دلمون میخواد کشورمون قدرتمند باشه، بمب اتمی هم داشته باشه، بتونه با این تهدیدها مقابله کنه. ولی مسئله سر اینه که جمهوری اسلامی راهی که داره میره در نهایت باعث ضعف کشور ما شده و باعث شده که ما در معرض این تهدیدها قرار بگیریم، و اینکه با فروپاشی اقتصادی، یعنی به محاق بردن قدرت اقتصادی ایران و مشروعیت خود حکومت و تخریب تمدنی ایران، محیط زیستی ایران، ایران رو به ضعیف‌ترین شکل ممکن درآورده و بنابراین آسیب پذیر به این تهدیدها. مرسی. حالا من سوالم بیشتر مهمه. مرسی مکس. تشکر. آیا ندیمی یه مقدارم رو در مورد موازنه مثبت صحبت کنید که چرا به نظرتون اهمیت داره؟ حتما. من چند تا نکته اول بگم. وقتی راجع به کشور رو صحبت میکنیم، ریشه های فرنگیشون هم ببینیم، این خیلی کمک میکنه. مثلا کره شمالی به تاریخچه‌اش نگاه کنید، گفتمانش نیچه هست دیگه، یعنی دیوار معنوی میکشیم بر اقتصاد نظامی و ریشه های فرنگی. همیشه در 2000 سال گذشته این بخش کره شمالی که گوگوریو نام داشت تحریم میشد از سمت شیلاوهان، یعنی اونا 2000 سال تحریم دیدن، علاوه بر شای فرهنگی با این فضا همراهن. اما راجع به اینکه جمهوری اسلامی ایرانی نیست، جمهوری اسلامی ایرانیه، بخشی از جامعه ما جمهوری اسلامیه. بعد از اینکه جاده ابریشم قطع شد با اومدن عثمانی و ارتباط غرب و شرق قطع شد و محو شد، غرب رشد خوبی داشت و مسلط شد به شرق. این تسلط غرب بر شرق گفتمان نزدیک به غرب رو در این کشورها ایجاد کرد، یعنی تمام کشورهای پیرامون ما و ایران دو بخشن، بخشی از جامعه سنتی و اصول تسلط نگاه میکنن، بخشی از جامعه مدرن نگاه میکنن و تفکرات غرب رو بیشتر میپسندن. هیچ جریانی تو ایران نتونسته تمام این بخش جامعه رو همراه کنه با گفتمانش. جمهوری اسلامی جزوی از ایران، بخشی از جامعه ما هست، تفکرات بخشی از جامعه ما هست. اما یه موضوعی رو من در تو با سیاست خارجه چرا بهش ورود نکردم؟ به خاطر اینکه من معتقدم شما مثالایی که میذارم برای همین بود. مثال این بود که آقا ما موازنه مثبت داشتیم، منفی داشتیم، ابزار قدرت نداشتیم، موازنه مثبت و منفی کار ما جلو نمی‌برد. ما میتونیم ابزار قدرت بسازیم، بقا رو بسازیم، حالا چرخش به سمت آمریکا کنیم. شما سیاست خارجی آمریکا نیا کنید، چهار تا مؤلفه داره: دشمن، رقیب، دشمن مثل کره شمالی مثل ایران، رقیب مثل چین، مشترک شریک راهبردی مثل هند، شریک راهبردی آمریکاست در مخارج، مشترک منافع مثل بریتانیا آمریکا، جغرافیا و ژئوپلیتیکشون شبیه همه، یعنی ساختارهای هژمونیکشون مثل همه، هر دو بین دو اقیانوسن. ما هیچگاه نتونستیم آمریکا رو در ساختار سیاست خارجش نسبت به ایران از سیاست نرمالایز کردن خارج کنیم. آمریکا معتقده ایران باید نرمالایز بشه، از منطقه خارج شه، دخالت نکنه، سیاست پذیر باشه. بمب اتم اتفاقا میتونه تغییر ساختار سیاست خارجی نسبت به ایران رو ایجاد کنه و اتفاقا میتونه همکاری و پایداری روابط ایران و آمریکا رو هم نزدیکتر کنه. یه مثال بزنم. شما میتونی از طریق ایران نفت و گاز به اروپا بکشی، تنوع پذیری ایجاد کنی. شما میتونی از طریق ایران جنوب ایران، جنوب روسیه رو مهار کنی، از طریق ایران پروژه کرمان یک راه چین رو کاملا مهار کنی، از طریق ایران پروژه نیسته که هند رو تحت کنترل نگه داری که هند در آینده خودش یه چین برای آمریکا نشه. اما ایرانی که نرمالایز باشه، تحت تسلط آمریکا باشه، یا ایرانی که بقاش رو حفظ کنه و در توافق پایدار با آمریکا باشه، بدون ابزار قدرت هر گونه تصمیم سیاسی، هر گونه شکل و ساختار سیاسی، چه سمت شرق، چه سمت غرب، چه موازنه مثبت، چه موازنه منفی، اتفاقی که میزنه اینه.
یا اونها بر ساز و کارهای شما مسلط میشن یا اونها در مقابل شما قرار میگیرن. این نکته خیلی مهمه و من معتقدم ما ابزار قدرت خوبی ساختیم، قدم آخر اتم شدنه و اون موقع اتفاقا ما میتونیم با آمریکا خیلی هم پایدارتر کار کنیم. مرسی. من این نکته میتونم بگم؟ بفهم اینوی دانش. بله آقای بیات هم البته مایک میزنم. ببینید من معتقدم که ما به بمب اتم دست پیدا کردیم. دلیلش هم اینه که آمریکا دیگه با ما مذاکره نمیکنه. یعنی هدف آمریکا از مذاکره با ایران این بود که نذارن ایران به بمب اتم دست پیدا کنه. الان که معتقده که دیگه کار از کار گذشته، دلیلی برای مذاکره با ایران دیگه نداره، فعلا نداره. و اگر در آینده بخواد با ایران مذاکره بکنه، دلیل دیگری باید به وجود بیاد. حالا اگر تا اون موقع ایران یک قدرتی پیدا کرده باشه و در هژمون منطقه نقش اساسی پیدا کرده باشه، مذاکره آمریکا با ایران بر سر اون خواهد بود. و اگر پیدا نکرده باشه، همچنین این وضعیت تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد و ما کم کم از معادلات منطقه حذف خواهیم شد. این تحلیلیه که دوست دارم نظر دوستان رو هم در مورد اون بدونم. بله، سوال بسیار خوبیه. جان فرهمند، با شرایطی که الان ارزیابی میکنید و موضوعی که اتفاقا خودتون گفتید یه ایران ضعیف، خب مطلوب غرب و شرق هست، این هژمون و قدرت رو آیا ایران حفظ کرده، حفظ میکنه در منطقه با همین روند؟ من فکر میکنم به این شکل که داره میره به دشواری بتونه این هژمون قدرت رو حفظ کنه، به خاطر اینکه زیر ساختاشو داره از دست میده. یعنی توان اقتصادی و نظامی کافی رو برای اینکه و همچنین توان سیاسی و مقبولیت سیاسی رو برای اینکه بتونه این برتری رو داشته باشه، این اقتدار رو در منطقه داشته باشه، داره از دست میده. به این شکل اگه بخواد پیش بره، نیروهایی رو که در منطقه روشون سرمایه گذاری کرده و به عنوان ابزارهای نفوذش ازشون استفاده میکنه، اینها ضربه پذیر تر از گذشته دارن میشن و از دست رفتن اینا کاملا اقتدار ایران رو از میان خواهد برد. من فکر میکنم که حالا با بحثی که با آقای ندیمی اینجا داریم، در این بخشش همه ما با ایشون موافقیم. این بحث خب برای که توش بخواد اصلا بحث برای که به شرخه و جریان پیدا کنه، نیاز هستش که همه شرکت کنندگان در بحث در صغرا و کبراش با هم توافق داشته باشن، در استنتاجش بشینن بحث بکنن. یه جاهاش هست که ما در صغرا و کبرا با ایشون موافقیم. همه ما میگیم که ایران باید مقتدر باشه و بخشی از اقتدار ایران هم اینه که در منطقه نفوذ داشته باشه. این حرفایی که ایران چه کار داره میکنه، ایران به ایران چه ربطی داره، به عراق، به ایران چه ربطی داره، به سوریه، به ایران چه ربطی داره، در لبنان چه میگذره، اینا از ناآگاهی سیاسی و عدم شناخت از مناسبات جهانی میاد. دوستانی هم که در اپوزیسیون این حرفا رو میزنن، اگه به فرض در آینده موفق بشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و حکومت دلخواه خودشون رو سر کار بیارن، تازه حالا باید بدوئن دوباره هم برن دنبال اینکه این چیزایی که جمهوری اسلامی ساخت رو دوباره بشنن بسازن و ممکنه نتونن. باز جمهوری اسلامی مثلا بر اهرام مذهب شیعه از این استفاده کرد، یه سری نیروها رو سر گرد این آورد، از اهرام حمایت از آرمان فلسطین و خلایی که ایجاد شده بود سر سازش با اسرائیل استفاده کرد، یه سری گروه فلسطینی به خودش همراه کرد. اینا رو دوباره باید بشنن از اول بسازن حالا و برن در عراق، حتما که همسایه غربی ایرانه و یکی از نقاطی که ایران میتونه ازش تهدید بشه، بعد برن در اونجا بشینن واسه خودشون حوزه نفوذ درست کنن. حالا اگه بردارن بیان این مسئله با نگاه غیر دینی و غیر شیعی و حتی دین ستیز وارد بشن، اینو از دست خواهند داد. نمیدونم دیگه روی چی میخوان سرمایه گذاری کنن، با چه ابزارهای دیگری. یعنی این بعدا اونها هم متوجه خواهند شد که نیازمند این هستند که در عراق و در افغانستان و در خاورمیانه ابزارهای نفوذ و مداخله داشته باشن. بنابراین این قسمتاشو ما همه با هم همدلیم. فقط میمونه این که آقای
ندیمی معتقدن که ما بمب اتم هم می‌خوایم بدون اینکه اون زیرساخت‌های کافی رو داشته باشیم برای اتمی شدن. یعنی ما اگر که بمب اتم داشته باشیم ولی اوضاع اقتصادی و سیاسیمون هم وخیم باشه مشکلی نیست، همون بمب اتم کفایت میکنه که اقتدار ما رو در منطقه تضمین بکنه، اینجوری که من از حرفایشون فهمیدم. یعنی اون نظر من بر برخی دیگر از دوستان این استش که با قدرت گرفتن سیاسی و اقتصادی میشوان اتمی شد، ولی با اتمی شدن نمیشه اقتدار سیاسی و اقتصادی ایجاد کرد. آقای ندیمی برعکسش رو دارن میگن، میگن نه اتمی که بشیم بعد اقتدار سیاسی و اقتصادی هم پشت سرش خواهد اومد. که اینو من باشون هم نظر نیستم، فکر میکنم بقیه دوستانم هم نظر نباشن. یعنی محور اختلاف ما با ایشون بر سر همینه. ولی صغرا کبراهایی که میچینن برای اینکه برسن به اون استنتاج، اینجا ما روش حرف داریم، چون از یک سری پروژه ها و یک چینش قوای در جهان صحبت میکنن و یک نقشه از دنیا برای ما ترسیم میکنن که حداقل بنده اینجوری نمیبینم. مرسی. من یه وامی بگیرم از صحبت آقای فرهمند، یه سوال دیگه مطرح کنم. بله آقای دانش، این موضوع آخر آقای فرهمند فرمودن در اختلاف نظری که با آقای ندیمی وجود داره، اینم بیشتر میخواستیم اینو بحث کنیم، ولی اجازه میدین من یک لحظه این کامنت آقای بیات رو بشنویم بعد برگردیم حول همین محور. جناب ندیمی با آقای فرهمند، آقای توفیق حق هم لطفاً آماده باشید که ما میخواییم در این موضوع نظر شما رو بدونیم که اتمی شدن اول واجبه یا اقتصادی شدن برای داشتن هژمون منطقه‌ای. آقای بیات شما کامنتتون رو کوتاه بفرمایید تا ما بریم این موضوع رو دنبال کنیم. بله بله، بکنم من و پخش زنده اینجا قریبیم. ببینید دوستان عزیزان، من میدونم جمهوری اسلامی اصلا کلا بحران مشروعیت داره، حسم میکنم. خب بعضی آقای خامنه‌ای رو خیلی دوست دارن، اینو من قبول دارم، ولی یکی از دلایلی که ایران به سمت افول میره، به سمت قدرت سازی نمیره، همین عزیزانی هستن که تحلیلاشون رو نه بر اساس پایه علمی بلکه بر اساس در واقع خوشبینی پیریزی میکنن و صحبت میکنن. شما ببینید عمده عزیزانی که روی این استیج هستن رشتهشون علوم انسانی آقای مکس، حالا یا علوم سیاسی خوندن یا مسائلی از این دست، در حالی که توی مسائل فنی کوچکترین اشرافی ندارن. برای نمونه مثلا فکر میکنن ایران بمب اتم داشته باشه. خب بمب اتم نیاز به یه موشکی داره که بتونه اینو روش سوار کنی که با یه برد بلند، با یه برد و سرعت مشخصی حرکت کنه که مورد آسیب قرار نگیره. ضعف اطلاعاتی در ایران و بحران نفوذ، یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره موشک رو شلیک کنه، خب طبیعتاً توی شورای امنیت ملی بره، رهبر بره، بعد خب این مسئله کوچیکی نیست. به محض اینکه اینا اراده میکنن این مسئله رو عنوان کنن توی شورای امنیت ملی، تا لحظه شلیک شاید 4-5 ساعت زمان ببره و با اون بحران نفوذی که جمهوری اسلامی داره، موشکاش پیش از اینکه آماده بشن روی سکو نصب بشن، بارگذاری بشن، شلیک بشن، ساعت‌ها زمان میبره، اونم با اون برد بلندی که بین مثلا ایران و اسرائیل و بین ایران و آمریکا هست. عملاً استفاده ایران از بمب اتم مطلقاً صفره. اما درباره پهپادهایی هم که خیلی جمهوری اسلامی بهشون مینازه، آقای مکس ببین من خودم والا کارم دانش بنیانه، کار فنی میکنم، این چیزا برای من بسیار پیش پا افتاده است. همین موتورایی که سر این در واقع پهپادهای برد بلندش نصب میکنه حدود 3,000 تا 4,000 دلاره. شما میتونید توی بازار چین به راحتی تهیه کنید. ساخت پهباد دیگه از اون حالت یه کار پیچیده بودن خارج شده. ولی خب من نمیدونم چرا عزیزان حول این سمت میرن. ولی خب آقای خامنه ای، ولی آقای بیات هیچ کسی حول این صحبت ها نرفته بود، یعنی نه کسی در مورد موشکات نه اون ابتدای برنامه نظریه داد، نه در مورد پهباد. آقای مکس ببین یه ایرادی که ما داریم آقای بیات الان دقیقاً یه جمله از توهمات رو بگو لطفا. ببین یه ساعت ها عزیزان وقت میذارن، من اصلا این حرفا رو نمیفهمم، نمیدونم چه لزومی داره. اتفاقا من دوست دارم بفهمم کسی توهمی حرف زد دفعه بعد دیگه باید صحبت نکنیم، ما که بیکار نیستیم که. ولی به صورت نه ببین بعضی از انقلابی آقای فخرآور ببین دو ادعا داریم، دیگران نمیدونم علوم انسانی خوندن، الان شما تخصصت مثلا علوم هستیه، ببین اینجور نباید حرف بزنی آقای بیان. ببخشید من معذرت قدیمی هست، معذرت نخواه، مشخص حرف بزن دقیق. بله بدون تنه، بدون کنایه.
بدونه. آخه من نمیفهمم. بفرمایید. آقا من پوزش میخوام از شما عزیزان. من خدا شاهد قصد توهین به هیچ کدوم از عزیزان روی استیج ندارم. من بیشتر صحبتم با اونایی که پایین ببین مود با دو دست انقلابی طرفیم. انقلابیانی که طبق گفته آقای خامنه‌ای میگن اصلا به بمب اتم نیاز نداریم. بعضی از انقلابیون خوشباورم میگن نه ما داریم. ببینید ما با این دو دسته طرفیم و عزیزان تعجب میکنم چطور حرف اینایی که توی فضای مجازی هستن رو به عنوان مبنا باید ما قرار بدیم و درباره اینا صحبت بکنیم. شما با عزیزانی طرف هستید که فقط دوست دارن خوش آمد آقای خامنه‌ای حرف بزنن و واقعیت گویی نمی کنن. یکی از مشکلات آقای خامنه‌ای در تصمیم گیری هم همینه. افرادی که دورش هستن افرادی هستن که دوست دارن با آقای خامنه‌ای القا رو بکنن که تو سیاستات درسته، تو اشتباه نمی کنی. شما ببینید آقای خامنه‌ای یا حکومت جمهوری اسلامی در حل کردن کوچکترین مسائل داخلی مثل یک رانت کوچک که در خودروسازی یا بخش‌های دیگه است وامونده. بعد صحبت از تغییر اجازه میدی آقای بیاد ما برگردیم به صحبت اصلی. ببخشید آقای بعد یه موضوعی هم جسارتم بگم بیاد جان که آقای دانش هم فرمودن که آقای بیاد مایک میزنن. من دقیقاً با صحبت‌های آقای بیاد یا افرادی که تشریف میارن روی استیج آشنایی کامل دارم. جناب دانش میدونم که الان مایکو بدم به آقای ایکس چه صحبتی میخواد بکنه و آقای ایگرک چه صحبتی و من میخواستم اون بحثی که بین آقای فرهمند و جناب ندیمی و دوستان دیگه در گرفته بود در این که اولا موازنه مثبت چیست، آیا کارایی داره و دوم این که اقتصاد مهمتره، هژمون اقتصادی یا هژمون قدرت اتمی در منطقه. منم تایمم کمه، اگه بیام تو 10 دقیقه دیگه الان من بعدش برم. اگه یه لحظه اجازه بدید ما آقای توفیق حقو بشنویم در همین موضوعی که الان صحبت کردین شما، بعد دیگه باز آزاد مایک شما میتونید وارد بشین جناب فرهمند. آقای توفیق حق نظر شما رو هم بشنویم در مورد این موضوعی که آقایون قبلا صحبت میکردن. بله چشم. من عرض سلام دارم ابتدا خدمت همه عزیزان، جناب آقای وظیفه‌شناس، جناب فخرایی عزیز، جناب خانپور، جناب آقای مرداد، جناب دکتر نیما نوروزی، جناب آقای ندیمی عزیز، جناب آقای مرجایی و جناب آقای دانش و همه عزیزان حاضر در بخش شنوندگان. عرض به خدمتتون که من 7 نکته رو یادداشت کردم، اگر اجازه بفرمایید خیلی سریع اینها رو عرض کنم خدمت عزیزان. مطلب اول اینه که من وقتی وارد شدم آقای وظیفه‌شناس از آقای فخرایی سوال کردن که اگر زدن پایگاه کشور رو ایران چیکار میکنه، وارد جنگ میشه یا خیر، که آقای فخرایی فرمودن که نه خیر، اون قوه عاقله اجازه نمیده که وارد جنگ بشیم. خب اون قوه عاقله چه قوه عاقلیه که در صورت حمله نظامی به کشور جناب فخرایی؟ من فکر میکنم اونجا دو تا هواپیمای ایرانی رو بزنن و مطلب رو به همین صورت خاتمه بدن. مطلب دوم اینه که جناب ندیمی فرمودن شرایط نهگانه آمریکا. من نمیدونم این کدوم شرایط نهگانه، اگر منظورشون اون شرایطیه که پومپئو گذاشته بود برای ایران، اونا 12 مورد بودن، حالا اگر شرط دیگه ای هستش رو ایشون بفرمایند من تشکر میکنم ازش. اما مسئله 12 گانه بود، من اشتباه کردم، ممنون تصحیح. بله اونجا برد 100 کیلومتر، پس توش چیزی نیومده جناب ندیمی که ایران موشکاشو به برد 100 کیلومتر کاهش بده، کمتر از 100 کیلومتر. شرایط نهگانه ایران برای برجام بوده احتمالاً قاطی شده. حالا دیگه من نمیدونم، اگر اون رو میفهمید که اونجا همچین شرطی وجود نداره. مسئله سوم اینه که جناب ندیمی میفهمن که بازی اسرائیل، بازی چین، بازی نمیدونم روسیه و تصور میکنن که اینا همه بازیه. نه خیر برادر بزرگوار عزیز من، اینا بازی نیست، اینا عمره و جونهایی که اینگونه داره با بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین به هدر میره و همچنان هم ادامه داره. مطلب چهارمی که میخوام عرض کنم اینه که در دهه 70 آیت الله خامنه‌ای با این تحلیل که رویارویی ایران و آمریکا در سه تا محور قطعیه، یعنی سه تا محور هسته‌ای، حقوق بشر و نفوذ منطقه‌ای، هسته‌ای رو انتخاب کردن چون دیدن که با اجماع مردم حتما روبرو میشه و به همین دلیل روی اون سرمایه گذاری کردن که وضعیت کشور امروز به اینجا رسیده و این همه هزینه پرداخت شده براش. مطلب پنجم هم جناب آقای ندیمی بزرگوار، این جنس تحلیل هایی که من امروز شنیدم از جنس همون تحلیل هاییه که در زمان کرونا مثلا میگفتم ما تا 6 ماه دیگه به واکسن دست پیدا میکنیم و با این تحلیل غلط باعث اون موضع‌گیری رهبری شدن و در نهایت هم دیدیم که چه تعدادی بر تلفات کرونا افزوده شد. یا اینکه مثلا زمستان سرد اروپا رو همه
سال گذشته به خاطر دارم. مطلب ششم اینه که وقتی که شما میگید بمب، یعنی دارید مشروعیت میدید به هر آنچه که غرب و اروپا و آمریکا بر علیه ایران اقدام کردن، یعنی مشروعیت تحریم ها. و اونا میگن ببینید درست بود حرف ما میگفتیم ایران میخواد به بمب دست پیدا بکنه، بنابراین کارمون هم درست بود. و هفتم و نهایتا آخری مطلب هم این است که بله، ما در یک شرایطی در گذشته این امکان برای ما وجود داشت که به بمب دست پیدا کنیم، اما امروز نه روسیه میخواد ما بمب داشته باشیم، نه آمریکا، نه چین، نه اروپا، نه غرب، نه هند، نه پاکستان و نه هیچ کشوری در دنیا. و چنان اجماعی بر سر این موضوع در جهان شکل خواهد گرفتش که اون سرش در واقع ناپیداست و پیشبینی چیزش غیر قابل پیشبینیه اقداماتی که خواهند کرد. عذرخواهی میکنم، ببخشید جناب فخری عزیز. تشکر میکنم. خب آقای ندیمی، نکاتی رو لطفا اگر در صحبت دوستان بود مطرح بفرمایید که من نکتم بگم بعدش آقای ندیمی بگه. بله بفرمایید. ببخشید، ببینید آقای فرهمند یه نکته ای رو گفتن که وقتی زیرساخت های اقتصادی و سیاسی ما درست نیست، بمب اتم به درد ما نمیخوره. خب این یک تحلیل، یه تحلیل هم اینه که نه، اگر بمب اتم بسازیم از اون ور اقتصادی سیاسی هم میتونیم درست انجام بدیم. من عرض کردم که اگر ایران، آمریکا با ایران مذاکره میکرد، منفعتش این بود که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. و الان چرا مذاکره نمیکنه؟ چون دیگه این هدفش کنار رفته و معتقده که ایران دست پیدا کرده، باید سیاستشو برای مقابله با ایران کلا عوض بکنه، دنبال یه چیز دیگری باشه. حالا این سوال پیش میاد که آیا ما اشتباه کردیم به سمت غنی سازی بیشتر رفتیم، چون این انگیزه آمریکا برای مذاکره با ایران از بین بردیم با این کار و میتونستیم به این سمت پیش نریم و همچنان این انگیزه رو در آمریکا نگه داریم برای اینکه مذاکره بکنه و تحریم ها رفع بشه، یا نه الان که دست پیدا کردیم به یک چیز خیلی بزرگتری دست پیدا کردیم که دیگه مهم نیست بخوایم با آمریکا مذاکره بکنیم یا نکنیم. همین بمب اتمه یا تکنولوژی ساخت بمب اتم کمک خواهد کرد که آمریکا کوتاه بیاد و حالا بیاد به خاطر قدرت ما مثلا یک مذاکره بکنه و وضعیت کشور ما بهتر بشه. این سوال هم اگر آقای ندیمی توی صحبتشون به گنجونن ممنون میشه. خیلی ممنون. من مکتب عزیز اگر بله بفرمایید قربان، بفرمایید. من سلامت باشه. من از صحبت آقای توفیق حق خیلی تعجب کردم. ببینید من یه تعریف سیاست خارجه بدم چه معنایی داره. سیاست خارجه برای کشوری مثل آمریکا معناش اینه که من یه لحظه وسیله بذارم جلوی در، عذر میخوام یک ثانیه. خب تو این فرصت هایشون انجام میدن کار شخصی رو، من دعوت بکنم که به این کانال تلگرامی صدای فردا هم بپیوندید. اخبار رو خیلی سریع و دقیق آقای وظیفه شناس اونجا منعکس میکنن، اطلاعاتی هم اگر باشه اونجا در مورد اتاقا میتونید دریافت کنید، نظری هم اگه داشته باشین اونجا حتما میتونید منعکس بکنید. یه کانال ارتباطی دیگه ای هست در تلگرام که صدای فردا، این بالا لینکش هست، میتونید اونجا کلیک بکنید و جوین بشید. خب جناب ندیمی در خدمتید. من عذر میخوام. تعجبی که داشتم از صحبت آقای توفیق حق این هست، به این معنای سیاست خارجه رو یه تعریف کنیم. سیاست خارجه دو تا معنا داره. برای کشوری مثل آمریکا سیاست خارجه یعنی استفاده از سازوکار و ابزار برای اینکه دیگر کشورها رو در راستای منافع و سیاست‌های خودش قرار بده. سیاست خارجه برای کشوری مثل قطر یعنی اینکه باید بر اساس کنش‌های هژمون، بر اساس ظرف جغرافیایی که داره حاکمش، باید درک کنه که چه تصمیم بگیره. یه مثال، آمریکا اشاره کرد که ما دیگه برنامه‌مون مهار چینه، تمرکز رو می‌بریم شرق آسیا از غرب آسیا. معنای این یعنی این که وقتی که آمریکا به عنوان یک هژمون ساختار سیاست خارجه‌شو بر پایه مهار چین قرار میده، به معنای این هستش که قفقاز دچار التهابات خواهد شد، آسیای میانه اهمیت راهبردی پیدا میکنه،
آسیای پاسیفیک در اولویت کنترل قرار میگیره. یعنی اینکه آذربایجان این فرصت رو داره که به ارمنستان حمله کنه. یعنی که ارمنستان تحت تاثیر این تصمیم و این جنگ بین آمریکا و چین آسیب میبینه. یعنی اینکه گرجستان اهمیت راهبردی پیدا میکنه، چون اینا در پروژه کرمان یکرایچی مصر اصلی هستن. یعنی که آسیای میانه میشه ظرف رقابت، چیزی که آقای لاوروف میگه، خانم زاخاروا میگه، ما اجازه نمیدیم آمریکا با آسیای میانه بیاد. کنترل این نقاط یعنی مهار چین. این تأثیری است که شما میگیرید. وقتی که چین و آمریکا درگیرن، روسیه و اروپا درگیرن، شما چطوری فضا رو بر 2015 تعریف میکنید، 2010 تعریف میکنید که همه هژمون ها در مقابل ایران قرار میگیرن؟ اصلا این امکان پذیر نیست. همین الان رقابت بین چین و آمریکا که منجر به تعریف پروژه صلح ابراهیم و عرب مد شد، جغرافیا و ژئوپلیتیک منطقه ما رو تغییر میده. اسرائیل و فلسطین تحت تاثیر این تغییرات وارد جنگ میشن. حتی میتونه ایران وارد جنگ بشه. این تحت تاثیر چیه؟ نظمیه که هژمون ها ازش خارج شدن و بی‌نظمیه که الان درنش قرار داریم. رقابت که اینا دارن با آفریقا میکشه، قربانیش فرانسه. فرانسه با شارل دوگل به خوبی تونست آفریقا رو استعمار کنه. اومد یک پیش شرط گذاشت، گفت من به عنوان استعمار خارج میشم، حمایت میکنم از استقلالتون، فرانک آفریقایی رو بهتون میدم. دو برابر فرانک فرانسه قیمت گذاری کرد. و تا زمانی که آفریقایی‌ها با این ارز تجارت میکنن، عملا امکان پذیر نیست هیچ گونه تولید ملی، چون به قدری بالا در میاد که غیر ممکنه. ارزشون دو برابر یورو امروزه و 50% منابعشون هم مستقیما به بانک میره، 20% تحت کنترل، 30% هم با درخواست بعد بگیرن. حالا بگذاریم، فرانسه نیجر رو از دست داد، بورکینافاسو رو از دست داد، مالی رو از دست داد. این تحت تاثیر دعوای چین و آمریکا و روسیه است. همه نقاط دنیا تحت تاثیر قرار میگیرن. شما نمیتونی با نگاه 2015 به 2024 نگاه کنی. امکان نداره امروز هیچ پرونده‌ای در دنیا با اجماع روبرو بشه. هر پرونده‌ای دو بلوک است. تماما در شرایط کنونی سازوکار شورای امنیت، سازمان ملل، مجمع عمومی، یونیسف و و و مختلف. تو چنین شرایطی که اصلا اجماع غیر ممکنه. و تو چنین شرایطی اتفاقا بمب اتم و ایجاد بمب اتم، من معتقدم مجاب میکنه هژمون ها رو که با شما وارد توافق پایدار بشن برای تغییر در موازنه بازی. و اما نکته آقای فرهمند هم درسته. من معتقدم ما بدون بمب اتم و خروج از سیاست برای بقا نمیتونیم توسعه پیدا کنیم. ببین ما در دوره قبل زمان آخرین نظمی که به دنیا آمد با فروپاشی شوروی بود دیگه. یعنی پایه‌هاش از طرح مارشال شروع شد. مارشال وزیر خارجه پاشور رفت شوروی، استالین گفت اروپا فقیر گشنه است، به زودی به گفتمان کمونیسم پیونده. سری اومد جلسه شورای امنیت تو آمریکا برقرار کرد، گفت ما باید کمک کنیم، کمک نقدی، مواد غذایی، خوراکی، به اینا باید قرض بدیم، پول باید بدیم و اینا جذب کمونیسم میشن. ناتو از اونجا شکل گرفت و تونست بچینه. تو منطقه ما هم سنتو بود که خب به اون شکل نبود حمایت ها، اما کمک هایی شد. ببین چارچوبو گذاشتن. تو نظم قبلی وقتی که در شاه قرار گرفت، ما کاملا با غرب بودیم، ولی سهمی به ما نرسید آقای فرهمند. پترودلار رو با عربستان بست، جایگاه ما از بین رفت و اهمیت ما برای آمریکا تو نقش اقتصادی کنار رفت. بخشی با عراق و کامل با عربستان وارد توافق پترودلار شدن. شما این رو هم در نظر بگیرید، ما سهمی تو نظم تک قطبی دنیا به اون تعلق نگرفت. شما نمیتونی تو اون نظم قبلی سهمی ببری. تو اون نظم شما سهمی نگرفتی. یا باید سهمی بهت بدن، یک سیاستی برای شما تعریف کنن، مثلا اینکه آنچه که برای کره جنوبی تعریف شد، برای ژاپن تعریف شد، برای هنگ کنگ تعریف شد و چین که براش تعریف نشده بود و تونست با اون بازی هوشمندانه بگیرش، با همون اتمی شدن گرفتش. همیشه آمریکا و بریتانیا تو 200 سال گذشته بعد از جنگ های تریاد ده ها قرارداد تحمیل کردن به چین. چه دلیلی داره بیان یه قرارداد منصفانه باش ببندن چین رو روش بدن؟ بهش تحمیل میکردن. اون بمب اتم بود که بقا و ضامن بقای چین شد و حالا اومدن تو یک فرایند برد برد باش توار توافق شدن. ما الان تو شرایط کنونی بعد از اومدن جمهوری اسلامی و اواخر دوره شاه
چگونه میخواستیم توسعه پیدا کنیم؟ یه موضوع دیگر هم من از شما میپرسم. توسعه یک معنایی داره. ببینید امروز رویکرد امنیتی بر فضای جامعه ما، فرهنگی، اقتصادی، دیپلماتیک و سیاست خارجه کاملا سواره. شما چگونه میخواید این رو به توسعه تبدیلش کنید زمانی که در همسایگی افغانستانید، عراقید، سوریهید، قفقازید؟ دو لایه اول همسایگان ما در 30 سال گذشته جنگ داشتن به جز ایران. تو جایی که مرزها امنیتی، شما چطور میخواید توسعه پیدا کنید؟ توسعه معنایی داره دیگه. آقا من خط الله صلح بکشم به پاکستان گاز بدم، این پاکستان وقتی استقلال نداره چطوری میخواد این رو قبول کنه؟ آیا آمریکا این شرایط رو بر تو قرار میده؟ با عادی سازی روابط چه زمانی صلاح هست؟ زمانی که تو بقای خودتو بر اساس استقلال خودت تامین کرده باشی، وگرنه وابسته ای. وقتی وابسته باشی برای تامین اون بقا، کنترل سازوکارهای اقتصادی، فرهنگی، نظامی در دستت میره. مثل اتفاقی برای شاه افتاد، ارتش کشید کنار، من معتقدم حتی ساواک هم کشید کنار. آقای ندیمی اجازه میدی همینجا از آقای فرهمند همین سوالا رو مطرح کنیم؟ بله. جان فرهمند، این مسئله سهمو بدن یا بگیریم؟ چین مورد نظر آقای ندیمیه خیلی، که اول اتمی شد و بعد سهمش رو گرفت. آیا این شرایط برای چین در ایران هم هست؟ یعنی تمام ویژگی هایی که چین داره ایران هم داره برای اینکه اول اتمی بشه و بعد سهم خواهی کنه؟ آقای توفیق اقمایی که تون دیدم، اگر آقای فرهمند رو بشنویم 100% شما رو میشنویم. باشه، بفرمایید. عرض کنم من هیچون نگفتم که ایران باید خودشون میرفت به عنوان جزء اقمار غرب تعریف میکرد تا میتونست به توسعه برسه و به اقتدار اقتصادی نظامی سیاسی دست پیدا بکنه. در مورد مسئله اتمی شدن، اساسا من نه اینکه بگم که حالا ما راه حل اتمی شدن در پیش داریم، یعنی که اول اتمی بشیم بعد قدرت بشیم، یا اول قدرت بشیم بعد اتمی بشیم. اساسا من همون که اول بحثم عرض کردم، عملی نمیبینمش این رو. یعنی من اولم گفتم وقتی که نشستن برنامه ریزی کردن، براشون قابل پیشبینی باید میبود که تا چه حدی عملی هست این راه. الان شما نگاه بکنید برنامه اتمی ایران اینجور که پیشینه شو دارن میگن، برمیگرده به دوران آقای هاشمی رفسنجانی. یعنی و صحبتش از زمان دهه 60 مطرح شده، از زمان جنگ مطرح شده، از وقتی که رفسنجانی شروع کردن به این که بیان و نمیدونم تاسیسات اتمی را بندازن و احیا کنن تاسیسات اتمی رو، سانتریفیوژ و فلان و اینا بردارن بیارن، دوران آقای هاشمی رفسنجانی بود. یعنی قریب به 30 سال ما الان دنبال رسیدن بهش هستیم و نتونستیم. آقای دانش که میگن که ما ایران بالا با اتمی دست پیدا کرده، اینشون باید شواهدی عرضه بکنن که ما قانع بشیم. ایشون خبر دارن میدن دیگه، تحلیل که نمیکنن. این خبر رو باید ما اول مستند ببینیم، و تا وقتی که ایشون خبر مستند رو به ما ندادن، ما نمیتونیم رو حرف ایشون حساب بکنیم. من اصلا عملی نمیبینم. یعنی با امکاناتی که ایران داره، یعنی نمیتونه اصلا دست پیدا بکنه به این سلاح اتمی، کما اینکه تا الان نتونسته دست پیدا بکنه. وقتی که حتی نیروگاه اتمی رو نتونسته در زمان موعدش به بهره برداری برسونه، به طریق اولا بمب اتمی هم با همین مشکل مواجه میشه. در نتیجه هزینه ای که بعد اینها میتونست پیش بینی کنه که ما یک راهی داریم میریم، توانمون برای رسیدن بهش درصدش خیلی پایینه، امکانش رو اصلا نداریم، هزینه سنگینی هم خواهیم داد و آخرش یهو میرسیم به جایی که تمامش هم ممکنه از دست بدیم. پس چرا این راه رو بریم؟ در مقابله با این بحران‌های منطقه‌ای مثل افغانستان، مثل قفقاز و غیره، ایران برای مقابله با اینها نیاز به اتمی شدن نداشت. اگر که ایران در یک توان اقتدار بالاتری بود، قضیه ارمنستان رو میتونست ایران توش مداخله بکنه، جنگ قره‌باغ رو میتونست مداخله بکنه. به هر حال اونجا حاکمیت ارمنستان برای قره‌باغ در اون تقریبا 3 دهه با کمک ایران امکان پذیر شد. یعنی ایران تونست با استفاده از اهرام قره‌باغ آذربایجان رو مهار بکنه. سیاست درستی هم بودش در چارچوب سیاست خارجی ایران، سیاست درستی بود و چه بسا هر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسلامی بود همین سیاست رو پیش می‌برد. خیلی عملگرایانه برخورد کردن. و اما و اگر هم ایران دنبال این رفت که ارمنستان رو در مقابل آذربایجان انتخاب بکنه، این از تقصیر خود آذری‌ها بود،
چون اگه به تاریخ شما نگاه بکنید، حالا من وارد این بحث نمیشم که تورانی بشه، و تاریخش رو نگاه بکنید، اول ایران اتفاقا از آذری ها حمایت کرد و بعد که آذری ها رفتن دم الچیبگ اومد و رفت سراغ ترکیه و اسرائیل و فلان، بعد دیگه این برعکس شد و ایران ناگزیر شد که ارمنستان انتخاب بکنه. درستم پیش رفت ولی نتونست اینو حفظش بکنه. چرا؟ اینکه توانش فرسوده شده بود، موقعیت بین المللیش نداشت و نمیتونست سرشاخ بشه در مقابل حتی ترکیه، در حالی که این هزینه هایی که واسه اتمی شدن و اگر نکرده بود در حد قدرت نظامی با سلاح متعارف هم میتونست الان هم در قفقاز تاثیرگذار باشه، هم در افغانستان تاثیرگذار باشه، هم در بقیه خاورمیانه. نیروهایی که موسوم به نیابتی هم الان در وضعیت خیلی بهتری بودند تا وضعیت کنونی. یعنی من اساسا رسیدن به اون سلاح اتمیه رو امکان پذیر نمیبینم، مثل انتخاب نیستش. یعنی حتی اگر بپذیریم صحبت آقای ندیمی رو، رسیدن به اون انتخاب که اول اتمی بشین تا بعد قدرت پشتش بیاد، اون رو زیر سواله. بعد جناب آقای توفیق حق، خیلی معذرت میخوام، ببخشید. من میخوام پاسخ جناب ندیمی عزیز رو که فرمودن، سوال فرمودن که چگونه میخواییم به توسعه دست پیدا کنیم، در یه جمله عرض کنم خدمتشون. اونم اینه که اولا که حالا اصلا سیاست های مسئولین ما به سمت توسعه نیست و اصلا توسعه رو قبول ندارن، معادل کلامی براش درست کردن به عنوان پیشرفت. این یک. در ثانی همون گونه جناب ندیمی که در دولت دوم آقای خاتمی ما به توسعه دست پیدا کردیم و طبق آمارها بهترین دولت از ابتدای انقلاب تا همین زمان فعلی بوده، همونطوری که نرخ ارز رو تکنیکی کردن، همونطوری که افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی رو پلکانی کردن، به همون شکل خیلی ساده و راحت. قبلا هم زمینه داشته و انجام شده. عذر میخوام ببخشید. من کوتاه آقای مکس اجازه میخوام پاسخ بدم و مهمانی دارم باید برم. هم یه تشکر از آقای وزفشراس و از عطالی و عزیزان که زمان دادن، هم کوتاه دو تا مسئله رو اشاره کنم. ما زمان آقای خاتمی به سمت توسعه حرکت کردیم، اما به خاطر شرایط جهانی، یعنی شوروی دچار فروپاشی شد، بوش پدر نظم نوین جهانی رو اعلام کرد، گلوبالیسم و اقتصاد جهانی رو پایه گذاشت، کشورها به سمت توسعه حرکت کردند. ترکیه، ایران، پاکستان و همه این کشورها شکلی از فضای جهانی رو در داخل خودشون ایجاد کردن، هماهنگ کردن. با حضور آمریکا در افغانستان و بعد عراق، شکل منطقه ما دچار فضای امنیتی شد و این توسعه در ترکیه، در ایران، در پاکستان مجدد استوب و شرایط به سمت امنیتی تر حرکت کردن عبور کرد. بخش عمده ای از توسعه بر اساس فضایی هست که هژمون برای کشورها ایجاد کنه. این شما سیاست پذیری، این به شما تحمیل میشه، شما سیاست گذار نیستی تو بحث توسعه. اما نکته ای که آقای فرهمند عزیز اشاره کردن، یک موضوع رو لحاظ نمی کنن. شما وقتی میخواهید سلاح متعارف ایجاد کنید، توانمندی متعارف، از بعد قطب سوم تعریف کنید که ساخت سیاست خارجی. خب خود این باعث فشار غرب و شرقه و امکان توسعه رو میبنده. یعنی تا الان که ما بمب اتم نساختیم، من صحبتم همینه. شما از آن فرایند هسته‌ای در 20 سال گذشته رو بذارید کنار، البته من معتقدم ما تواناییشو داریم. کشوری که بیش از 20 سال تو این فرایند هست و همیشه هم تهدیدهای کاملا جدی داشته، این فرایند حتما دنبال کرده و توانمندی و خوش ایجاد کرده. اما نکته‌م اینه، شما اگر بحث اتمی رو بذاری کنار، توسعه غیر ممکن بود، چون شما یا باید میرفتی به سمت ایجاد سازوکار ابزار قدرت که تحت فشار قرار میگرفتی، تحریم ها و فشارهای دیگه که نمیذاشت توسعه پیدا کنی، یا نباید میرفتی که خب با نرفتنش هم باید به غرب نزدیک بازی میکردی، بازی به نزدیک به غرب هم رشد و توسعه اقتصادی میآورد، اما هم سازوکارهای داخلی رو از دست در میآورد، هم در همسایگی روسیه اتفاقاتی که ما در 20 سال گذشته سازوکارهای داخلی آقای ندیمی چی دست در میومد، سازوکارهای داخلی. من بهتون مثال میزنم، خیلی خیلی واضحه. من همون ابتدای اتاق اومدم در تو روسیه صحبت کردم، دو ستون اصلی سیاست خارجی روسیه همینه. روسا در 300 سال گذشته فقط از سوی اروپا بهشون حمله شده،
چه ویلهلم دوم، چه زمان هیتلر، چه زمان امپراتوری عثمانی، چه زمان لهستان، چه زمان بناپارت، و اونها جنوب رو حتما به تحت کنترل می‌داشتن تا بتونن دفع کنن حملات و حملات اروپا رو و شریان اقتصادشون رو. همین امروز هم با اروپا دارن می‌جنگن و برای اولین بار هست که ایران با درک درست از وضعیت جغرافیایی و تنهایی استراتژیک روسیه داره در جنوب با روسیه کار می‌کنه به جای اینکه تقابل کنه و اونجا بهش تهدید نشون بده. ما در همسایگی روسیه اصلا نمیتونیم غربی بازی کنیم، بهمون توسعه اقتصادی میده ولی درگیری با روسیه هم هدیه میده. اتفاقی بارها با نزدیکی بریتانیا با روسیه تجربه کردیم تو جنگای 13 ساله. اگر ما سلاح نهایی داشته باشیم بریم با آمریکا ببندیم، کسی مشکل نره، بید با آمریکا ببندید، شکل اقتصادی دنیا دست غرب الان، با غرب ببندید، توسعه محور بازی کنید، سلاح نهایی هم دارید. اگر امروز اوکراین بمب اتم داشت آقای مکس، روسیه میتونست حمله کنه. میدونی چرا روسیه تو جنگ اوکراین نمیبازه؟ چون سلاح اتمی داره. میدونی چرا؟ چون اوکراین اجازه نداره زیر ساختای روسیه رو بزنه. اگر مثل یمن که آرامکو رو زد اوکراین هم گازپروم رو میزد، جنگ همون فرداش تموم میشد. اگر بمب اتم در اوکراین بود، اوکراین به راحتی میتونست بره تو ناتو، اتحادیه اروپا اصلا با آمریکا ببنده. من معتقدم ما میتونیم توسعه اقتصادی بگیریم، اما اگر بدون سلاح نهایی باشه، در زمین آمریکا باشه، روسیه پدرمون در میاره، همون کاری که با اوکراین کرد. و اگر بخوایم ابزار قدرت بسازیم، تحریم‌ها و فشارها بسیار بالاست و این هم نکته کلیدی ماجراست. ما 5 6 سال تا نهایتاً 10 سال زمان داریم، چون زیر ساختمون داره نابود میشه. زمان بهترین زمانه. الان هژمون‌ها درگیرن، اتمتو بساز برو باشون ببند. دیگه این بازی رو هم نمیتونیم ادامه بدیم. ما الان 200 ساله داریم همین بازی رو انجام میدیم. موازنه منفی، موازنه مثبت، چرخش به چرخ، به غرب، چرخش به راست. آقا این که نشد که. هر دفعه شما نگاه کنید، من باز همین رو تکرار کنم، شما بعد از ناصرالدین شاه کدوم پادشاه ایران تو ایران خاک شده؟ جناب ندیمی ببخشید یه سوال بکنم، این موضوع رو فرمودید. ببینید عربستان سعودی درسته که از نظر جغرافیایی به روسیه نزدیکی نداره، ولی از نظر اقتصادی دشمن بزرگی برای روسیه محسوب میشه به واسطه رقابت شدید نفتی که با هم دارن. حالا عربستان چگونه تونست با محوریتی که میفرمایید روی ستون غربه بیاد با شرق هم وارد تعاملات اینقدر سازنده بشه مثل چین؟ با روسیه هم روابطش خوبه، علی‌رغم اینکه با هم رقیب سرسخت بازار نفت این دو هستن. خب چطور عربستان سعودی تونست با پترودلار و تمام این محبتی که غرب بهش داده با شرق هم وارد تعاملات و سرمایه گذاری های مشترک بشه؟ اینم ما بفرمایید. بله، عربستان پترودلارشو بسته، نفت دلار رو با آمریکا بسته. ببینید تمام ساختار سیاست خارجی کشورهای عربی به خصوص عربستان بر پایه بقاست، بقا رو میخرن. یعنی اولویت حفظ چارچوب های حاکمیتی خاندان های سلطنتی است. این بقا رو از آمریکا میخرن. قطر همین 3 روز پیش 10 ساله تمدید کرده حفظ امنیتش رو از آن. وقتی که آمریکا توی منطقه با ایران درگیر هست، خود چراغ سبز آمریکا هم هست که میزانی است، میزان بسیار کنترل شده ای از بازی نزدیک به چین و روسیه رو عرب ها انجام بدن تا با یک مثلا فضا میدونید اجماع جهانی شکل نمیگیره. الان تو هیچ موضوع اجماع جهانی شکل نمیگیره تا بتونن به صورت کنترل شده بقا رو بخرن. یعنی با گزینه آسیب دیدن شبکه محور مقاومت نباشن. البته جواب نده. میبینید که انصرالله میگه در صورت جنگ من اونجا رو میزنم. ببینید عربستان بین دو تنگه است. اون هم تلاش میکنه بازی هژمونیک کنه. اون اومد تو یمن که هزرموتو بگیره مستقیم به خلیج عدن مرتبط بشه و بازی هژمونیک بکنه. نتونست. موفق نشد. ولی فاصله داره با هژمون‌ها. دیگه جنوب روسیه که نیست. ما هر زمانی که به روسیه حمله کردن اومد جنوب یه بخشی اما گرفت. تو جنوب روسیه که نیست، ما تو همسایگی روسیه. ما همین الان در بحث سازوکار حقوق دریای کاسپیان با روسیه مشکل داریم. ما هیچی رو قبول نکردیم، اونا دارن ما تحمیل میکنن. خب شما اگر سلاح نهایی داشته باشید میتونی با دست پر تو همین شرایطی که روسیه در اروپا درگیره مجابش کنی که تو دریای کاسپیان به تو سهم بده. خود روسها الان فقط از طریق ایران تونستن قفقاز رو نگه دارن. الان آمریکا موافق کوریدور زنگزوره، میخواد در داخل ارمنستان حضور پیدا کنه، کنترلش رو بگیره. ترکیه موافق زنگزوره، میخواد در به صورت مشترک با آذربایجان کنترل زنگزور رو بگیره. این به دست آوردن کنترل باعث میشه که بر اروپا ابزار فشار داشته باشید، مثل همون کاری که پوتین کرد، شیره گازو بست. خود روسیه با زنگزور مخالف نیست، کنترل اونجا رو میخواد.
و ایران تنها کشوریه که میگه سه بلای سه، یعنی من خط قرمز تعریف کردم رو برون نظامی میکنم، چون روسیه الان نمیتونه بیاد، مجبور به ایران تکیه کنه. و برای اولین بار روسا به من رفتم خدمت آقای دکتر ظریف، وقتی راجع به قفقاز پرسیدم گفت جنگ 2020 من رفتم قفقاز، لاوروف برگشت به من گفت به تو چه، قفقاز بر ماه، به تو چه ربط داره. درست میگه، یک به علاوه سه بود. تو 200 سال گذشته روسیه حاکم بر قفقاز بود، ولی الان شرایط روسیه باعث شده برای اینکه آمریکا نتونه اونجا قرار بگیره و ترکیه رو مهار کنه، سه به علاوه سه ایران رو بپذیره. این همون بازیه که من بهش اشاره میکنم. یعنی شما میتونی قفقاز رو جوری بکنی که ترکیه، گرجستان، آذربایجان، ایران، ارمنستان، روسیه به صورت ترکیبی و متصل باشن بدون حضور نیروی خارجی. و ایران میگه اگر صلح میخواد سه کشور ایران، روسیه، ترکیه نیرو بیارن امنیتی اونجا قرار بدن، و روسیه داره میپذیره. حضور پیدا کرد تو کنفرانس ما. ببینید این شرایط امروز هست، فردا روسیه از جنگ اوکراین خارج بشه دوباره یکی بلا سهش میکنه. برای اینکه این تغییر نکنه تو بمب اتم تو نیاز داری، برای اینکه سهمت از دریای کاسپیان بگیری همین شرایطو داری. امروز ما یک زمان کلیدی و طلایی داریم، روسیه نمیتونه در مقابل ایران قرار بگیره چون تو سوریه به ترکیه میبازه. امروز که نمیتونه نیرو برداره بیاره تو سوریه، استراتژیک‌ترین نقطه سوریه دستشه، اتصال سوریه به مدیترانه. خب ترکیه از داردان البسفور روسیه رو الان ببنده، نمیتونه بیاد اونجا رو بگیره، کی میتونه جلوشو بگیره؟ ایران. تو این شرایط روس‌ها نمیتونن در مقابل ایران قرار بگیرن. و البته اگر ما اتمی بشیم، ما میتونیم حالا بریم تو یک میز برد برد مثل چینی‌ها بشینیم توافق کنیم با غرب. برای اولین بار آمریکا از سیاست نرمالایز کردن ایران خارج میشه و وارد گفتمان میشه. چرا شما همش تصور میکنید بمب اتم و جنگه؟ برای اتفاقا روی یک میز نشستن ما چرا رفتیم تو پنج به علاوه یک؟ چون در مقابل هژمون شما برید مستقیما گفتگو کنی که اصلا به تو پوانی نمیده، تو چی داری اون چی داره، تو سازوکای نری. ما میز پنج به علاوه یک چیدیم که با تضاد منافع این کشورها باعث بشه ما اون وسط بتونیم یه چیزی بگیریم. خب اگه گفتگوی مستقیم میخوای بعد ابزارش هم بسازی. من معتقدم کاری که چینی ها کردن، نمونه چینی ها برای ما، چون الان دوباره وارد جنگ سرد شدیم، همون کاری که چین در جنگ سرد کرد، اتمی شد، رفت با قدرت اقتصادی بس با آمریکا. ما هم میتونیم امروز اینو انجام بدیم و اگه انجام ندیم زمان هم نداریم. ما 10 سال نمیتونیم با این زیر ساخت ادامه بدیم. و فراموش نکنید جنگ آب هم، من ابتدای اتاق خیلی ها نبودم، من جنگ آب رو هم باز کردم. من فقط ببینید منطقه ما تو 2045 حتما تو منطقه تنشه. خاورمیانه الان رو کروند خشکی قرار داره، 5% جمعیت دنیا اینجاست، 1% آب، از این 1% 50%ش حوض‌آبریز نداره. بالاترین نرخ رشد جمعیت هم منطقه ما داره. یعنی کارشناسان میگن تا 2045 تقاضا آب 65% اضافه میشه، 10% ورودی آب کم میشه. حالا تعداد کشورهای کم آبی هم که 3 برابر شده. 1995 کویت، اردن، بحرین بودن، 1999 اومده شده امارات، یمن، الجزایر، قطر، عربستان، سومالی، تونس. 2025 هم که همین امسال در نظر بگیرید، مراکش، عمان، ایران، سوریه، مصر، اتیوپی، لیبی. حوزه‌های تنش هم ببینید، رودهای مشترک، الان رود اردن، فلسطین، اسرائیل، اردن رو تحت شعاع قرار داده. رود نیل 11 تا کشور رو مستقیم و غیر مستقیم درگیر کرده، مصر، اتیوپی، سودان. همین صد در نهضه‌ای که اتیوپی ساخت باعث ائتلاف سودان و مصر شد برای حمله به اتیوپی. یعنی همچنان این فشار باقیه. دجله و فرات رو در نظر بگیرید، دنباله اونم اروند رود بین عراق، سوریه، ترکیه، عراق، ایران. همین رودخانه هیرمند رو در نظر بگیرید، همین ارس رو در نظر بگیرید که روش سد ساخته. اینجا منطقه تنشه. خب شما نگاه کنید تو منطقه تنش، هند اتمی، پاکستان اتمی، ترکیه پایگاه اتمی آمریکا رو داره، اسرائیل اتمی، روسیه و چین هم اتمی، میخوای چیکار کنی؟ زیر ساختات هم که دیگه داره فرسوده میشه. اتفاقا الان بهترین زمانه که شما اتمی بشی و حالا تصمیم بگیری ساختار سیاست خارجه چرخش کنی. یعنی از شکل قطب سوم و شکل بقا و بازدارندگی خارج بشی، حالا به عنوان یک بازیگر چرخش کنی برای سهم مطلوب خودت. این فرصت طلایی. آقای ندیمی سوال منم جواب ندادین که اگر ما به سمت غنی‌سازی بیشتر نمی‌رفتیم و همچنان مزیت مذاکره برای آمریکا بود که جلوگیری کنه از این قضیه، بهتر بود الان ایران هم در خاک ایران خاک نمیشد. همون روند رو رفتیم دیگه. از ناصرالدین شاه به اینور ما همش داریم چپ و راست بازی میکنیم. مشکل در ساختار سیاست خارجه نیست که، مشکل در اینه که این جغرافیا ابزار قدرت نداشت دیگه. ما رفتیم فینکنشتاین با فرانسه بستیم، اون تسلیحات بده خود فرانسه رفت با روسیه بست.
نداشتیم دیگه. ما وقتی ابزار قدرت نداشتیم هر ساختار سیاسی میکردیم، یا یه طرف بر ما مسلط میشد یا دو طرف میرفتن با هم معامله میکردن بر سر ما. نه الان ترس از هسته‌ای شدن ابزار قدرت نبود، حتما باید هسته‌ای شدن باشه. نه نه، من شرایطو گذاشتم رو اینکه ما داریم بازی بزرگ انجام میدیم. آقای دانش، ما الان ولی کل باولمنده و بستیم 96 درصد کشتی کانتینری نمیاد، کل اقتصاد اروپا رو تحت فشار گذاشتیم، به یه سال نمیکشه که کلی تورم میاد رو اقتصادش، کل هژمونی که آمریکا رو بردیم زیر سوال رو تنگ آب را. بعد الان اسرائیل تو شرط بقاه. من با توجه به شرایط بقایی که در اسرائیل، آمریکا و اروپا داریم ایجاد میکنیم و بازی بزرگ انجام میدیم، دارم این تحلیل میدم. جناب ندیمی، سلاح نوید هم بساز. جناب ندیمی، اگر در تنگه بابل‌منده طرف مناقشه ایران آمریکا نباشه، با اینکه آمریکا هم برای حفظ امنیت اونجا تلاش میکنه، هند و کشورهای دیگه باشن چی؟ یعنی حوثی‌ها طرف این کشورها قرار بگیرن. الان مشکل همین شده دیگه. خب این مشکل مال کیه؟ ببین الان مشکل چیه آقای مکس؟ هر کسی که بر هرمز و بابل‌مندب مسلط باشه، بر مالاکا هم به صورت غیر مستقیم مسلطه. چرا؟ تمام ورودی نفت و گاز مایع به چین از مالاکا عبور میکنه و همه اینها باید یا از هرمز بیاد یا از بابل‌مندب بره به داخل مالاکا چین. و تمام کالایی که چین به اروپا، حالا آمریکا مشکل نره، از سمت اقیانوس آرام راه داره از چین به آمریکا، ولی اروپا کامل مسیرش بسته شده. یعنی شما هم ورودی کالای اروپا از سوی چین، هند، آسیای جنوبی و شرقی تحت کنترلته، هم ورودی انرژی از این نقاط رو به چین و کشورهای جنوب، ببخشید جنوب شرقی و شرقی آسیا تحت کنترلته. خود این یه هژمونی که خیلی بالایی رو به ایران میده. بله، من میخوام اینو بپرسم. سوال من این بود که آمریکا در مقابل حوثی‌ها خودشو قرار نده، الان داره خیشتنداری میکنه، نیروهای بین‌المللی میان اونجا جمع میشن، از جمله مثلا هند. هند اگه بخواد پاکسازی بکنه حوثی‌ها رو، اون موقع ایران نقشش چی میشه؟ چون شما همش میگین در تقابل با آمریکا ایران مثلا میره امارات این کارو میکنه یا جای دیگه. چطور میخواد این کارو بکنه؟ پاسخه ببینید، مشکلی که امروز اسرائیل در غزه داره، هند و آمریکا هم در یمن دارن. قدرت غرب بر اساس دریا و هواپایه هست. یعنی کاری که امارات و عربستان 8 سال انجام دادن، شلیکای گسترده زدن، زیر ساخت کشتن مردم. توانمندی یمن که رو زمین نیست، زیر زمینه و میتونه با شلیک. شما تصور کن دو تا کشتی تو کانال سوئز بزنه، 4 ماه کانال خوابیده، 4 ماه طول میشه خارج از این فضا. اون توانمندی زیر زمینه. الان مگه اسرائیل توانمندیش رو دریا و هوا نیست؟ مگه نمیزنه خانه ها رو؟ حماس که اون پایینه. ببین مسئله اینجاست که کنترل انصاره یمن به خاطر نقطه جغرافیایی و نوع توانمندی نظامی که براش تعریف شده غیر ممکنه. و اینم در نظر بگیرید، اگر جنگ گسترده بشه، زیر ساختای نفتی عربستان رو بزنه که چنین توانمندی رو داره، باور بفرمایید داره، به صورت ترکیبی تو تعداد بالا موشک و پهپاد بزنه، آرامکو تمومه، برمیگرده عربستان به اصل پارین سنگی. خب واقعا توانمندی هست، شاید خودش نابود شه ولی میتونه نابود کنه. خب نفت اگر بره کنار، الان آمریکا داره تمام درشو میکنه، روزی 13 میلیون بشکه رسون در زی نفتو که قیمت نفت افزایش پیدا نکنه تا بتونه سیاست رو انبساطی کنه، فشار اقتصادی خارج بشه. خب این بازی خیلی کنترلش سخته. اتفاقا اگر ما اتمی بشیم، من اینا بگم 10 ثانیه این رو هم بگم، 10 ثانیه عذر میخوام. اتفاقا ما اگه اتمی بشیم و این ابزار رو با آمریکا به اشتراک بذاریم، امکان یک توافق پایدار کاملا ممکنه، چون هدف آمریکا مهار چینه، نه جنگ با ایران، و ما باید تو این فضا سهممون رو بگیریم. اتفاقا دقیقا میشه بازی چین، چون هدف آمریکا مهار شوروی بود و چین ابتدا بقای خودشو و دوم تحمیل کرد خودش رو به اینکه آمریکا باش وارد یک توافق بورد بشه، تحمیل کرد. چون قبل از اون هر قراردادی می‌بستن با چین تحمیلی بود، چین مستعمره بود، فتح شده بود چه از سوی بریتانیا چه ژاپن، اون اونجا بازی رو برد. مجید جان بفرمایید. آره من یه سوال داشتم آقای ندیمی، توی صحبتاتون مثلا همین که آمریکا این کارو میکنه که سیاستش انبساطی بشه و اینا خبر یا تحلیل شماست؟ من متوجه نشدم صادقانه. ما یه تیم اقتصادی داریم که تقریبا هر هفته روند اقتصاد بین المللی رو دنبال میکنیم.
یعنی با توجه به شرایطی که فدرال رزرو اعلام کرد، اینا برنامه داشتن که انبساطی کنن یا حداقل افزایش نرخ بهره رو کنترل کنن. با توجه به اتفاقاتی که تو منطقه افتاد و افزایش قیمت انرژی، مجدداً بر سیاست افزایش نرخ بهره الان مجدداً فد اعلام کرد افزایش نرخ بهره اعلام خواهد داشت برای کنترل تورم. با این بازی یه موضوعی وجود داره، اروپا نمیتونه این سیاست رو دیگه به عنوان مطلوب انجام بده چون تورم کنترل پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ورودی کالا به اروپا از مسیر اصلی بسته شده و بین 30-40% افزایش قیمت انتقال کالا و بیمه ها در بحث رسیدن کالا به اروپا ایجاد شده که تو دراز مدت و میان مدت غیر ممکن میکنه اعمال سیاست های پولی انقباضی برای مهار تورم رو. تو چنین شرایطی من فکر میکنم اونا تو حالت بقا قرار دارن، یعنی یا باید با ایران ببندن یا با ایران وارد جنگ بشن. اگر میخوای ببندی و وارد جنگ نشی اتمی شو،